بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، رو 29 ماه ژانویه سال 2021 میلادی، برابر با 10 بهمن ماه 1399. حتما یادتون هست که 12 بهمن تا 22 بهمن دهه فجر هست. این زمانیه که خمینی آمد به ایران تا روزی که انقلاب شد. نظر شما چیه؟ 2 قبل سازمان مجاهدین فیل هوا کرد و آقای بولتون آورد و دیگران رو پول داد و اونا گفتن که ما میریم و میزنیم و میکشیم، و قبل از این که آخوندا بتونن 40 انقلابشون رو جشن بگیرن، ما به اصطلاح اولین سال رئیس جمهوری مریم رجوی و اینها رو جشن میگیریم که نشد. حالا بولتون کجاست؟ حالا جولیانی کجاست؟ حالا حتی ترامپ کجاست؟ اون بحثیه که میتونید بعدا در موردش صحبت کنید. و اما اونایی که متخصص کرونا هستید و اینها، چون ما هر روز تخصصمون عوض میشه، یه خبر میاد فلانی رو زدن، هممون میشیم طرفدار به اصطلاح حقوق بشر، هممون میشیم زندانی سیاسی، هممون میشیم متخصص شکنجه. یه خبر دیگه میاد راجع به هواپیما، هممون میشیم متخصص هواپیما، خلبان هواپیما و الی آخر. و اما خبری که دیروز و امروز خیلی در وبسایت های مختلف به اصطلاح داغ بود و روی آنتن ها بود، ماجرای درگذشت آقای مهرداد میناوند بر اثر ابتلا به کرونا. ایشون 45 سالش بوده و خب برای به اصطلاح از دنیا رفتن خیلی جوان، ولی توی این ایام کرونا، این کرونا به جوان و پیر و ایرانی و بازیکن و پولدار و اینها رحم نمیکنه و براش تفاوتی نداره. همین در آمریکا دوستان، گور پدر آخوندا، چون ما از ترس هر چی میخوایم بگیم، این بنده خدا آقای اکبری میگه من از ترس دوستام نمیتونم حتی نظر خودمو بنویسم. یعنی ما خودمون شدیم بدترین دولت، بدترین شکنجهگر برای افراد فامیلمون و افراد به اصطلاح دوستانمون و اینها. آقا گور پدر سیستم ایران، گور پدر آخوندا از اولش تا آخرش، از خوب خوبش تا بد بدش، حالا خوب نداره بدم هرچ. دوستان من تو آمریکا زندگی میکنم، فاصله من تا وایت هاوس، تا کاخ سفید 25-6 دقیقه است، تا مجلس نیم ساعت. همین الان که با شما صحبت میکنم، آقای کومو فرماندار نیویورک رو آوردن زیر سوال که آقا شما چرا تعداد مرگ و میرها در خانه سالمندان رو کم نشون میدید؟ همین الان مردم صداشون در اومده که آقا این چه سیستمیه؟ شما 9 وقت داشتید که یه سیستمی درست کنید که مردم که میخوان واکسن بزنن. آقا بیدین و ایمونا، 50 سال پیش تو ایران نمیدونم چی بود، وبا بود چی بود، ماشین بهداری میمد تو این کوچه پس کوچه های خیابون های شیراز و فلان اینا، 50 سال هم بیشتر یکی یکی واکسن میزد خونه به خونه میرفت. حالا تو آمریکا آقا رو آوردن میگن آقا تو دانشجوی مملکتی، ما این واکسن ها رو دادیم دستت، چرا بردی زدی به دوستات و فامیلت و اینها؟ و از خودتون همون موقع سوال کنید، اگر وجدانن شما امروز مسئول بودین، آقا من دیده بودم اول انقلاب کسی که اومده بود تو مساجد وایساده بود برای فامیلی 3 یخچال میبرد. این ذات بشره. همینجا ما یه چیزی داریم، فامیلمون نیستن، دوست دوری، از این و اون شنیدیم که تمام خانوادهشو برده واکسن زده. خب برای که ارتباط ضابطه نیست، اینجا رابطه است، یعنی اینجا هم دارن میکنن مثل ایران. حالا بوده لابد اینجا هم. این آقایی که فوت شده 2 پیش خواسته همون روزی که تولدش بوده ازدواج کنه، 9/9/99. حالا من نمیدونم شما هر روز این سند ازدواجتو میندازی تو گردنت، اون وقتا این تو دهات کوچیک یه آخوندایی میرفتن
برای که پرچم و نمیدونم پرده به در دیوار نزنن، یه قاب عکسی بود میبستنش، بعد وازش میکردن مینداختن گردنشون، توضیح میدادن و از مردم پول جمع میکردن. شما آقای فوتبالیست میخوای ازدواج کنی و این سند ازدواجت هم که مثل یه کتابه گردنت واز کنی را بری، که حالا اگه شد 10/9/99 ازدواجت درست نمیشه. معمولا هم خب اینا وقتی 45 سالشه لابد میره با یه دختر 22 ساله ازدواج میکنه، بعد گویا بچه هم داره از زن قبلی، اینا بماند، اونا جزو چیزای شخصیش. دوستان من منتظرم فیلم های عروسی، نامزدی، مهمونی این بنده خدا این بیچاره رو ببینم، چون مراسم خاک سپاریش شما ببینید، باور کنید 2 هفته پیش اینجا یه دوست ما که فامیلمون هم هست فوت شد. خودش که داشت میمرد تو بیمارستان بود، همسرش اونجا بود با پسرش 2 نفر، و این 2 نفر هم وقتی مرد گفتن حالا بره بسوزوننش، 1.5 ماه هم باید تو نوبت باشه تا نوبت همون خاک سپردن نمیدونم خاکسترش بشه و اینها. ولی شما برید ببینید ایرانی ها چه کار کردن تو مراسم ختم این. خب پس فردا منتظر خبرهای دیگه باشیم که دیگران هم مبتلا شدن به این کرونا. همین آقا خواننده هم بوده، برید نواراش هست که این در ایام کرونا چجوری اونای دیگه ماسک زدن، این آقا چون میخواد بخونه میکروفونی گرفته دستش بدون ماسک داره تو اون منطقه. خب معلومه دیگه، اونی که ماسک زده اگر یه میکروبی از این ویروسی چیز کنه، تویی که ماسک نزدی میری تو خرت، تو گردنت، تو گلوت خفه میشی. حالا اینا رو شما ول کن. یه خانمی هست نمیدونم چیه، سیما ثابت کیه، این گفته اگه آقای فلانی واکسن زده بود نمیمرد. بابا اینجا نماینده مجلس داریم، واکسن اولش زد، واکسن دومش هم زد، بعد از واکسن دوم شدیداً مریض شد، گفت دارم میمیرم، حالا دیگه نمیدونم مرده یا نه. آقای تفرشی اگه اشتباه نکنم امروز نوشته بود توی توییترش که واکسن اول که رفته زده، روز اول خوب بوده، روز دوم تب کرده، اینجوری بوده، و میگه به همون توضیح میدن. اتفاقا پتیکم گفت رفته واکسن زده، گفتم آقا یه پیامی هم بذار برای دوستان. پتیک یه چند مدتیه به ما به اصطلاح کم لطفی میکنه، یا میخواد به این کار بگه که برنامه‌ام خوب نیست یا خیلی گرفتاره، در صورت ازش ممنونم نیزاش پیام، یا اینکه پیام‌ها رو تا آخر نمیخونه، چون وقتی برای من نوشته بود که رفته 45 دقیقه طول کشیده که نوبتش شده، یا 30 دقیقه نوبتش شده، 15 دقیقه هم وقتی میزنی میگن وایسا اینجا که مثلا آلرژی و اینا نداشته باشه. خانمه نمیدونم چی ثابت، مادر من 85 سالشه، 1 ماه قبل رفتیم روی وبسایت، مثل بچه آدم، مثل یک آدم با وجدان، نخواستیم پارتی بازی پیدا کنیم. الو دکتر جون سلام، یادته وقتی ماشینت خراب بود من یه روز نمیدونم رفتیم مثل آدم تو صف وایسادیم. همین امروز صبح 2 ساعت قبل از برنامه برای من ایمیل اومده که حالا نوبت مادرت هست، بیا اینجا بنویس. فکر میکنید چطور میشه؟ میرید اونجا مینویسید، میگه جا نداریم. از این ور بهت میگه بیا حالا نوبتت شده، از اون ور میگه حالا این روزا هست، اون روزا رو که میری جا نداری. در صورتی که الان چند سال تو آمریکا، من نوبت دکتر چشمم که میخواستم بگیرم، میری حالا دکتر چشم چیه؟ یه فروشگاهی توی منطقه، توی مال، یعنی توی پاساژی، یه دختر 18 سال 20 سال هم داره چی میکنه؟ یه دکتر چشم. اتفاق خانم لطیفی، دختر داداش آقای لطیفی که سردبیر ما بوده، چیز بوده به اصطلاح سرپرست کارگاه ما بوده، بله، میگن زن جدید و بدقدم بوده. خب اینم حالا خانواده ایرانی هم اینجوریه دیگه، بدبخت، حالا دیگه این زنه رو هم میگن بدقدم بوده. آقا 45 ساله رفته زن گرفته، میگم خیلی هم اصرار داشته روز 9/9/99 باشه، حالا کاش که میتونستن جنازش هم نگه دارن 9/9/99 خاک کنن. 2 ماه بعد مرده. یه نفر بره عکسای اینا رو بیاره، یه نفر بره مراسم ازدواج اینا رو بیاره. خب آقا نکنید، از اون ور بهتون میگن رعایت کنید، نمیکنید، میگید اینا دروغ میگن، از اون ور میرید این کارا رو میکنید، میگیرید، میگید اگر
واکسن بود نمیمرد. تازه اگه واکسن بود، آقای راستگو دیدم دیشب نوشته، خب برای همین خانم ثابت نوشته که من 68 سالمه و به من توی آلمان نوبت دادن برای ماه مرداد. الان ما ماه چی هستیم توی ایرانی؟ بهمنیم. بهمن، دی بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، 6-7 ماه دیگه. تو همین آمریکا اولا ترامپ شارلاتان درست مثل آخوندا شماره ها رو درست نمیگفت، به موقع اقدام نکرد، بعدم مردم فکر میکردن حالا واکسن آماده و فلان و اینها، هیچی. این که اومد گفت آقا اصلا هیچی نیست اینجا، حالا 200 میلیون دیگه دوباره اوردر دادن، سفارش دادن تا آخر تابستون شاید برسه. حالا تا اون موقع هم این ویروس جهش پیدا نکنه، عوض نشه. درباره ویروس و جهش و اینا یه آقای دکتری وقت نکردم اسمشو ببینم، خیلی قشنگ از تگزاس توضیح میده که این ویروس کرونا همیشه بوده، معز همین الان بهش میگن کووید 19، یعنی 18-17-16-15-14-13 اینا رو هم داشته، ولی میگه سال 2015 این دانشمندای چینی نشستن تو آزمایشگاه، کرم ریختن، اطفال ریختن، مثل اون دکتره بود که فرانکنشتاین دیگه، که یه موجودی درست کرد دست این پای اون که قوی باشه. بعد میگه این ویروس رو، ویروس خودشه، شاخکش رو عوض کردن. این شاخکی که عوض کردن، حالا شاخ ویروس آمده زده به ما، فوتبالیست میکشه، نماینده مجلس میکشه، آخوند رو میکشه، اونو میکشه، اونو میکشه و الی آخر. آقای مانی خورسندی ممنونم، تو قسمت برنامه قبلی هم شما لطف کردید و گفتید شیر کردید، از این بابت ممنونم. و از دوستان میخوام که این برنامه ها رو با دوستان خودشون شیر کنن، و از دوستان میخوام که برنامه ها رو اگر امکان دارن حمایت کنن. والا ما هر روز باید اینجا یه چیزی بخریم، یه روز من نمیدونم تلفن بخر، یه روز چی میگن دوربین بخر، یه روز این، یه روز اون، و یه عشق و علاقه هم داریم، از جیبمون هم که پول میدیم باز فرداش زودتر برمیگردیم میام. خب ممنون و متشکر. آقای رزگی هم میگه برنامه شما عالی بود، مرسی. آقای مهران احتشامزاده از آلمان با ما هستن، هنرمند خوبی هستن، برنامه هاش و ویدیوهاش و اینا رو نگاه کنید. و آقای شیخی، این آقا مهران شما که اونجا هستید واکسن میزنی یا نمیزنی؟ چون آقای اکبری میگه نه کاکو، من از سوزن میترسم، واکسنم نمیزنم. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، اینایی که میزنن تو صف پارتی بازی میکنن، طرف بلند شده هواپیمای شخصی گرفته چون نمیخواسته با هواپیمای عمومی هم بره که ویروس تو هواپیما باشه، رفته یه جایی که گفتن اینجا خوبه، اونجا که رسیدن گفتن نه دیگه ما به اونایی که از خارج از این شهر میان نمیزنم، سر خرکش کرده اومده اینا. بذارید اینا برن بزنن، بذارید اینا تقلب کنن، هرچی اونا بزنن به نفع من و شماست، چون کلن جامعه مسون میشه. و بعدم میدونید که این گفتن 75-80% هممون باید این ویروس رو بگیریم. حالا بعضیا میگیرن و تو بدنشون هست، ممکنه به کسای دیگه هم سرایت کنه، اونا مریض بشن، خودشون اصلا متوجه نمیشن. بعضیا میگیرن یه تب لیمی یواشکی میکنن میگذره، بعضیا هم یکم با شدت، ولی به بیمارستان کارشون نمیکشه، بعضیا میرن بیمارستان و اینها. همین آقای مرداد میناوند گویا رفته بیمارستان و بخونید خندتون میگیره، میگه این برای که به دیگران نشون بده بلند شد رفت بیمارستان. اولا والا اینجوری مثل که خوبه که هر کی هر جور دلش بخواد میره بیمارستان، اینجا شما میری میگی من کووید دارم، میگه اوکی برو خونه، هر وقت این حالت ها رو داشتی بیا. یعنی جا ندارن که اینا شما رو بخوابونن تو بیمارستان. این آمریکاست، غرب، کپیتالیسم، پول، ثروتمند. اون وقت تو ایران، ای کاش این نوشته رو من یادداشت کرده بودم که براتون میخوندم، که این آقا وقتی رفته یه هفته هم مثل که اونجا بوده 80% ریه فلان نه، بعد یه دفعه میشه 90% و وضعش خراب میشه. حالا باشیم تا بعد ماجرا بیاد. میگه که در کانادا بالای 70 ساله ها قرار است ماه آگوست بنوازند. این آقای مانی خورسندی شاهد زنده، حی و حاضر. حی و حاضر یعنی چی؟ حی یعنی زنده است،
حاضرم یعنی اینجاست. خانم واقعا این خانم برنامه‌اش خوبه، نمیدونم مال من توه مال ایران اینترنشنال، دیگه اینقدر از تلویزیون‌ها داریم که نمیدونیم کیه. میاد وای میسه برنامه رو میگه، من دو سه تا مصاحبهش دیدم، مهموناشو چالش میکنه، ولی خب چرا زر میزنی؟ حالا دو روزم اسمت بیاد تو رادیو تلویزیون ها، ولی خراب میکنی خودتو. خانمه اومده گفته اگه واکسن زده بود نمیمرد. خب اگه همین فوتبالیسته بره بزنه تو صف واکسن بزنه، خودتون تو وبسایت ها چی مینویسی؟ یه عکسی گذاشته بود خونه یه نفر، فوتبالیست استقلال اینه، فوتبالیست پرسپولیس اونه، خونه اونایی که میرن به اینا پول میدن اینه، از جنوب شهر بلند میشن میرن اینا رو پولدار میکنن، بعد اینا ماشینای اینجوری، این بدبخت فردا صبح زودتر باید بره سر کار چون پول بلیتشو دیروز دوستش داده حالا بده کار. بله آقای خورسندی، نظر شما چیه؟ عکسای این آقای مرداد، بله من اصلا تا پریروز ایشون رو نمیشناختم، چون اولا هیچ علاقه ای نه زمانی که تاج و استقلال بوده داشتم، یه مدتی یادمه این تیم جوانان شیراز و برقش چی بود؟ برق شهرداری بود چی بود؟ اینا به خاطر غلام پیروانی و اون مجید و مهدی، خدایا داره واقعا فراموشی میاد سراغمون، که مهدی بیچاره با موتور تصادف کرد، یادمه وقتی که باباش من و پسر عمم و اینا رو دعوت کرده بود، به نظرش میمد ما آدمای خوبی هستیم و به ای مهدی شکرپور یا هم چیزی، فخرآباد، بچه های فخرآباد، بهش گفت که نگاه کن خب تو مثل اینا آدم باش، درس تو بخون فلان و اینا، من برات ماشین میخرم و اینا. بعد گفت حالا بابا میشه یه تاکسی باری بخری من میخوام برم کار بکنم؟ بابا هم عصبانیش رو زد به تو سرش، بعدم با موتور مثل که رفت زیر تریلی مرد، چون خیلی وحشی بازی در می برد. از اینایی بود که میرفت اون تپه اکبرآباد، اگر یادتون باشه اون موقعی که دروازه قرآن یه جای تنگ سیاهی بود و همه رژیم شاه میگفتن اینجا رو نمیشه جاده کنی، حالا آخونده اومده جاده کشیده اونجا رو کرده تفریگاه، این بغل هم درست و اینا، که بعد همون ماجرای سیل که اومد میگفتن به خاطر اینه. بعد طرف گفت آقا این چند سال بوده سیل، به خاطر اینه که یه نفر اومده سوء استفاده کرده اونجا رو پر کرده و نمیدونم از این ماجرا. ماجرای دومی که خیلی چیزها رو تحت شعاع قرار داده بود، ماجرای اون سرباز وظیفه‌ای بود، مثل که پلیس راهنمای رانندگی رو الان میگن پلیس راهرو، درست میگم؟ و این آقا تو خیابون بوده، خط ویژه اتوبوس‌ها، براتون بعد یه جوکی میگم راجع به این خط ویژه اتوبوس ها، جوک نیست حقیقت، و گویا یه ماشینی میاد این جلوشو میگیره میگه شما نمیتونی امروز بری، حالا میدونی جفت و تاجی داره خط ویژه داره اینا، و طرف میگه که تو میدونی من کیم؟ این سربازه بهش میگه هر خری هستی برای خودت هستی. خب این جواب درستی نیست، باید بگی شما هر کی هستی برای خودت هستی، من وظیفه‌مو دارم انجام میدم. اون هم میاد پایین یه کشتی بهش میزنه و ماجرا میشه و همونم مجبور میشه عذرخواهی کنه. حالا گویا باز میگن نمیدونم کارهای دیگه هست و اینا. اینجا آقا نماینده مجلس نماینده های دیگر رو میگه میام با تیر میزنم تو مغزتون، هیچ کارش نمیتونم بکنم. یه خانم جوانی اومده از اون طرفدارای ترامپ احمق که مثلا میگه فلان آتش سوزی رو کلیمیا با لیزر را انداختن تو کالیفرنیا، یک چیزایی میگه، مارجری اسمشه نمیدونم، بله، یک زن پولدار با هواپیمای خودشان رفتن یک شهر شمالی که واکسن میزدن، واکسن زدن و برگشتن و بیچاره شدن، مجبور شدن از ریاست استعفا بدهن و آبروریزی. خیلی هم خوب، بله آقای خورسندی میگه راهبر به اینا میگن. خب درست هم هست راهبر، ولی این چیزها رو همه چی بخوان فارسی کنن، اون ماجرای هم رایانه و اینا میشه، یارانه و اینا قاطی کرده بودن، کامپیوتر که میشه یارانه رایانه، با اون کمکای چیز که میشه یارانه مردم قاطی میکنن. مثل خود ما ایرانی ها هنوز تا هنوز اینجا چیکن و کیچن اشتباه میکنیم، یکم باید فکر کنیم چه کیچن میجوریم. خب منم اسمش یادم رفته، بچه فخرآباد و هم محلی غلام پیروانی بود، بله مهدی شکرپور، فکر کنم شکرپور بود، مهدی و مجید
چشای سبزی هم داشت این مجید، موهای اینجوری فرفری و اینها، بعد مهدی یک صورت دراز اینجوری داشت که من همیشه علاش نمی‌بردم، میگفتم تو چه اینجوری هستی، صورت اینجوری بود، بیچاره چیز شد دیگه، تصادف کرد و مرد. و من آخرین باری که رفتم ایران سال 2005، 15 سال پیش، که دیگه با خودم هم شرط کردم نرم ایران، غلام پیروانی رو تو فوتبال دیدم، چاق شده بود اینا، گویا اون موقع مربی بود. اینم از این ماجرا. خب ماجرای این سرباز و نماینده مجلس، به نظر من سربازه نباید اون حرف رو میزده، ولی اگه اون حرف هم زده، این نماینده مجلس که شغلش اینه که با افراد عصبانی و اینها به اصطلاح مدارا کنه و اینها، باید خیلی قشنگ بهش میگه که پسر جون من نماینده مجلسم و تو هم نباید اینجوری به من صحبت کنی، اینا بعدم اشتباه شده، یا ما اجازه داریم یا اینجوری. خلاصه ایرانه، ایران آقا، طرف یک کلاه افسری میذاش پشت ماشینش، هر جا دلش میخواست پارک میکرد میرفت. من خودم یادمه این وره خیابون، این پرسیا بود، این وره یه چیزی بود رکورد مال دوستمونم بود، نوار و اینا ضبط میکرد، ماشین شولت ایران دوتایی وایستاده بود، یعنی چی میگن، دبل پارک کرده بود، یه بدبختی که میخواست بیاد بیرون نمیتونست بیاد بیرون، بعد بوق میزد، تازه اونی که اومد گفت چه خبره تو، مگه سر شیر آوردی؟ گفت خب آقا تو اومد. معلوم شد آقا افسر بوده، پلیس هم تازه حال طرفدار اون. بله شکرپور، بله شکرپور، خیلی ممنون، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزه، اگه خدایی هست، اگر هم نیست که روان شاد. بعضی وقتا این دوستا بچه ها و اینها با سرعت زندگی رو جلو میبرن. من یادم چندین سال پیش ما میخواستیم یه ماشین بخریم و رفته بودیم با یه نفر صحبت کرده بودیم، بعد رفتیم اونجا گفتیم فلانی هستش، گفت نه امروز نیستش، چه کارش دارین؟ گفتیم ما باهاش صحبت کردیم، میخوام یه ماشین نو بخریم. گفت خب حالا فردا بیا. گفتیم نه ما میخوام با یکی دیگه صحبت کنیم. یه آقای رالفی بود، مرد، پیرمردی بود، از هر کی صحبت کنیم مرده. گفت که بیا بشینید اینجا، چرا اینقدر عجله میکنین؟ زندگی رو اینقدر با عجله نگذرونین، یه روزی میرسید مثل من پیر میشید، قصه اون روزایی رو میخورید که عجله کردین. این از این ماجرایی تو خط اتوبوسا و اینا رو براتون بگم. خب من تهران هر وقت میرفتم سعی میکردم به مجردی که کارم تموم شد بیام بیرون، اصلا بدم میمد از شلوغیش، دود فلان اینا. میگم که ما که وقتی میرفتیم نمیرفتیم خیابون پهلوی و شمیران و نمیدونم آبلی و فلان، همین نمیدونم خیابونای لاله‌زار و میدون توپخونه و سپه و فردوسی و نمیدونم سرا امیر حضور و اون سرا آذری بود چی بود اینا. و اون آخری ها یکی دو بار با پسر عمم میرفتم تهران، من بهش گفتم که مثلا یادم هم نیست چه جوری بود، میرفتی یه جایی نازیاباد بود، خیابون شاپور بود، چی بود، از جنوب میای دیگه، چون ما از شیراز میمدیم اصفهان و بعد می و قم و میمه بود چی بود قم و اینها، از جنوب تهران میای داخل. بهش گفتم که من از این خیابون بلدم. گفت تو نگران نباش. حالا چی؟ این پست میهنتور رو داشت، پست میهنتور نزدیک همون میدون سپه و اینها بود، و این اتوبوس جلویی رو دیده بود که مثلا نوشته نازیاباد میدون توپخونه یا میدون سپه، این به خیال خودش میگه خب من پشت سری میگیرم میرم، و نمیدونست که شما میری تا یه جایی، یه جایی اون اتوبوس میتونه بره تو خیابون، شما نمیتونی بری، نه از لحاظ سایزش، از لحاظ همون اجازه داشتن، همین ماجرا. بعد اونجا که رسید گفتم بهت، گفتم که از این خیابونه نباید بیای، باید از اون میرفتیم، قشنگم میبردمون، کاری به چیزم نداشت. اینم از این ماجرایی که گفتم بهتون بگم. بعضی وقتا حقیقت زندگی برامون بعدن به صورت جوک و خنده در میاد. خبر خوب این که امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم، یه مقاله نوشتن درباره این صحبتایی که ظریف به تازگی انجام داده، از این که تو اون مصاحبه گفته بود که ما ایرانی ها خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم، که یه نفر باید به این بگه آخه مرد ناحسابی، کدوم 80 میلیون انتخاب کردن که اینجوری باشن، نمیدونم کفشی که بچهش دوست داره گیرش نیاد، دلار 24,000 تومانی، گویا دلار ارزون شده، امروز نرخ دلار چنده، یکی اینجا بنویسه.
بعد دلار رو میخواد ارزون کنه دولت. ملت دیدم تو تلویزیون من و تو یه برنامه هست به نام ببین تیوی، آدمای معمولی میشینن برنامه رو میبینن نظر میدن، بعد یک چیزای اصلا این مردم میگن که مغزت سود میکشه و به خودت میگی شکر خدا که من با اینا تو این اتاق نیستم، و الا حالا باید اون وقتا وقتی یه وقت خیلی کسی نمیفهمید میگفتن باید خر آدم کنیم. دوستان به خدا خیلی از ماها از خر کمتر میفهمیم. خر یا الاغ یه بار از این ور میبریش بر میگرده، یه بار پاش میفته توی چاله ای از اون خیابونه اصلا رد نمیشه. من یه سگی داشتم سالها پیش، این آقا اسپارکی خیلی سگ خوبی بود، اصلا غریب خودی حالیش نبود، همه رو گاز میگرفت. این یه دفعه همون روزهای اولی که گرفته بودیم شاله داشتیم یاد میگرفتیم چجوری سگ داشتیم اشنا، راه که میرفتیم میدیدم من هر وقت از این خیابونه میرم، این اونجا که میرسه انگار کارتونا دیدی وقتی ترمز میزنن سگا دستشون و پاشون اینجوری میکرد، من هرچی میکیدمش نمیمد. آخر تماس گرفتم با اونایی که چیزه، گفتم این چرا اینجوریه؟ گفتن که آها میرسی به یه جایی که سوراخ آبشی چیزا هست، شما میگید آبشی، سوراخ فاضلاب خیابونا هست، آب بارون. گفتم آره. گو آخه این صاحب قبلیش یا هر کی بوده انداختتش تو این و ما از اونجا پیداش کردیم و این میترسه. ببین یه سگی که حالا سگ وقتی من گرفتم مثلا 8 هفته بود، 2 ماش بود، یه طول سگی انقدر قشنگ بلده که یه انسان بیرحمی که اینا انداخته تو این سوراخه، این دیگه از سوراخه میترسه. اون وقت وقتی ما میخوایم بگیم یه کسی نمیفهمه میگیم برو بابا اینم خره، حالا ما باید خر آدم کنیم. آقا ولش کن خر باشه، چی کار داری میخوای آدمش کنی؟ میخوای آدمش کنی که بره سگا رو بکشه؟ میخوای آدمش کنی که آدمای دیگر رو بکشه؟ این خر بیچاره چی کار میکنه؟ یه اینقدر علف میخوره؟ بله حالا وقتی جیش میکنه همه خیابونو جیش بر میداره، ولی اینقدر بار میبره. خب این هم از ماجرای ما. و اما خیلی از شما دوستان توی این چند هفته گذشته با من تماس گرفته بودید که آقا این خانم دکتر جیلانی چرا اینجوری شده؟ من هم گفتم خب دیگه بالاخره هر کسی مشکلات زندگی خودش و این شرایطی هم که الان درست شده، الان امروز یه جایی رسیده که فیسبوک میگه ما هم دیگه میخوام اصلا چیزای سیاسی رو به کل قطع کنیم، چون اینا برنامهشون این نبوده، برنامهشون این بوده دو نفر همکلاسی گفته چقدر خوبه من عکسمو بذارم، اونم عکسشو بذاره، اکبری این عکس رو ببینه بگه ای این سوربی رو میشناسم، این خیابون سی متری و قدمگاه و نمیدونم چهارا مشیل و فلان ولو بود، منم اون یکی ببینم، اینجوری فیسبوک همدیگه رو پیدا کنن، نه اینکه خانم جیلانی بیاد به دین و ایمان و خدا و همه فوش میده. بابا واشنگتن پست روزنامه رسمی اینجا نوشته این مردی که شالاتان بیش از 30,000 تا دروغ گفته و در سال چهارم بیشتر از هر سال دروغ گفته. اینو ما گذاشتیم اونجا، لینکش هم گذاشتیم. خب خانم شما زشته میای فوش میدی، میگی حالا نمیدونم خوش به حال شما ها که طرفدار بایدن هستین، بایدن میاد بهتون شیاف آزادی. نه خیر، شما نشستی که ترامپ بیاد شیاف آزادی بکنه یه جاتون. بعد نوشتم خانم ما از شما انتظار نداشتیم اینقدر بی تربیت باشی و اگه تکرار کنی بلاکت میکنم، و بلاکش کردم. حالا قولتون میدم من اولین کسی نیستم که این خانم رو بلاک کردم. آخه این شما یه دکتری هستی، این دکتر مملکت ما، نشستی تو فرانسه، فرانسه رو قبول نداری، انتخابات فرانسه رو قبول نداری، آمریکا رو یه شالاتانی رو رفتی دنبالش، حالا انتخابات آمریکا رو که اصلا امکان نداره 50 ایالت رو شما بتونی تقلب کنی، حالا اگه توی ایالت هم تقلب کنی امکان نداره، تمام کانتی ها جدا جدا هست. یه دفعه براتون نوشتم شما به نظر میاد حتی سیستم انتخابات رو نمیدونید. اینجا مردم در رای گیری ها شرکت میکنن، نه فقط بره رای بده بینیسه آی ووتت خوشحال بشه بیاد بیرون، از قبلش اسم مینویسن، میرن کمک میکنن، مستقیما حق نظارت دارن. اینجوری نیست که یه شالاتانی به شما به دروغ گفت و اینقدر این دروغ رو با بلندگوی بلند پخش کرد که دو گوشتون رفت.
دیگه همچین شده از این گوشتون رفته، از اون گوش اومده بیرون، چون مغز وسطش هم پاک کرده برده. بعد قرار نیست شما به همه بی احترامی کنی. آخه شما یک دکتر هستی که حالا اونم من نمیدونم، به من گفته بود دکتر جامعه شناس، خب قبول داریم. آخه جامعه که کاری به سیاست نداره که، شما باید ببینید این جامعه چرا اینجوری شده. اولیش از خودتون شروع کنید، چطور شده که یه شارلاتانی با اون سابقه ننگینش آمده دکتر یه مملکتی رو اینجوری دیوونه کرده که مثل سگ وحشی به همه میخواد بپره، پاچه همه رو میخواد بگیره. وقتا میگفتن سگ نازی آباد. راستی خود نازی آباد میدونی چرا بهش میگن نازی آباد؟ گویا آلمانیا ساختن، یا ایران نمیدونم ساخته برای آلمانیا. خلاصه اینم از این ماجرا. درباره این تلویزیون ها و اینها، برنامه ببین تیوی، خب به شکرانه این کرونا ما یه مدتی کارامون کمتر شد و کارهای بیرون و اینها، هی میشینیم فیلم نگاه میکنیم، از فیلم ایرانی گرفته تا برنامه های ایرانی. و یکی از اون برنامه ها این بفرمایید شامه که اون آقا طغرل، حالا طغرل که اسم قلابیه، ولی اون کسی که برنامه های شعر و اینها رو درست میکرد، بله، آقای خورسندی میگه این دکتر قلابی چند تا فوش هم به من حواله کرده. آخه این که درست نیست که بابا جون، بیا انتقاد تو بکن، نظرتو بگو. بعدم من میپرسم از شما خانم، این 4 سال وقت داشت، چه گوهی خورد، چه تاج تری به سر شما زد که حالا 4 سال دیگه هم بهش وقت بدی؟ اونم تاریخ آمریکا که میگه 4 سال دوم دیگه اینا به فکر هیچ کار مثبتی نیستن، فقط به فکر اینن کتاب بنویسن، به فکر اینن کتابخونه درست کنن، به فکر اینه قرارداد بنویسه با اینجا و اونجا. این مردکی که چون مسنتر از همه بود، یه مشتی کورکچلتر از خودش، بچه‌هاش آورده بود، به فکر این بود که همه اینا رو توی سوراخ عرب مربی بچپونه. خب آخه عقل داشته باشی. چرا آقای خورسندی از کانادا باید از شما دلخور باشه؟ چرا سوربی از آمریکا باید از شما دلخور باشه؟ حالا کسای دیگه هم هستن که حالا روشون نمیاد بگن، چرا اینا باید از شما دلخور باشن؟ چه تفاوتی بین خمینی و ترامپ بود؟ خمینی هم همین کارو کرد، فامیل و ریخ به جون هم، دوستان و بر علیه همدیگه، چی باید میگم، شورانید شیرازی هم میگن شورند، تو بیا اونو گزارش بده، اون بیاد ریپورت کنه. بعد چه غلطی کرد برای مردم؟ برق مجانی داد به کسی؟ ترامپ برای شما چی کار کرده؟ زندگی شما به نسبت 4 سال پیش بهتر شده؟ خب بیان به ما بگید. مگه من 100 بار تو همین برنامه نقلی نگفتم که بیاین به ما بگید ما ببینیم چی تو مغز شما که میگید ترامپ؟ خب همین آقای محبی تو مریلند، آقای محبی شما به نسبت 4 سال پیش وضعت بهتر شده؟ فامیلت تو ایران وضعشون بهتر شده، تماس میگیری؟ من میگم آقا با فامیلم تماس میگیرم روی فیسبوک، میگم پسرمو شما وضعت بهتر شده؟ میگه میدونی در کره ما وقتی که شارلاتان نمیدونم ترامپ برود، قرار است به من یک دستگاه مسکون. میگم آقا من دارم یه سوال ساده ازت میپرسم، آمریکایی بدبخت داره خونه‌شو از دست میده، اون وقت نمیدونم صاحب آمازون پول برو بالا، صاحب نمیدونم ویندو مایکروسافت پول برو بالا، ترامپ هم این وسط به این و اون تکس بریک داده، خودش هم داره میخوره. بعد ترامپ میاد میگه آقای ترامپ حقوق نمیگیره. اون اصلا احتیاجی به 400 هزار دلار نداره. شما میدونید این حقوق ریاست جمهوری آمریکا تا چند سال پیش 200 هزار دلار بود. بعد گفتن آقا این خیلی زشته، حداقل قد کسی که تو بیمارستان چیزی کار میکنه، کردنش 400 هزار دلار. همین الان که من با شما صحبت میکنم، این دکتر فاوچی که میاد 430 هزار دلار در سال حقوق داره. حالا جاهای دیگه شریکن تو شرکت های داروسازی و فلان اینا، درآمدشون کاری نداریم، ولی به حقوق ثابتی که از دولت میگیره 430 هزار دلاره. خب معلومه که اون 400 هزار دلار رو میده، که تازه به کجا هم میده، یه جایی میده که بعد بتونه ازش 6 برابر بگیره. ترامپ را اینها نشناختن، تاجر بود و زیرمیزی با ایران و کره ساخت. آقا ترامپ تاجرم نبود، تاش رفته بود، جرش مونده بود. ترامپ الان بدهکاریش ببین سر به فلک زده، بیزینسش همین دیروز یه نفر عکس گرفته بود از اون لابی هتلش، خود من چندین بار رفتم توی همین خیابون
واشنگتن بین کپیتال و چیز ترامپ تاور، ترامپ اینترنشنال هتل که مال خودش نیست، این یه ساختمون رو اجاره کرده از دولت، از همین مثل ماجرای وقف و مقف و اینا. این اولد پست آفیس بوده، ساختمون سنگی قدیمی مال اداره پست بوده، اجاره کرده هتل رو به یه قیمت خیلی کمی کلا سر دولت گذاشته، ولی الان هیچ که نیست اونجا. اینی که همه اتاقاشون عربستان سعودی گرفته بود و کشورهای دیگه، اونا با جریان قدرت میرن. الان چجوری عربستان سعودی برگشته میخواد با ایران صحبت کنه؟ برای که ترامپ رفت دیگه. به جای که پول در کارت بلد که رای میدهم اسامی نمایندگان دیگری هم هست، فقط نام رئیس جمهور نیست. چرا نمایندگان دیگر شکایت نمی کنن که نامشان در همان کارت هست؟ آقای انصاری من چی بگم عزیز من؟ شما اونا رو نگو، همون احمقایی که انتخاب شدن ازشون میپرسن آقا شما به انتخابات اعتراض داری؟ خب تام انتخاب شدی. بعدم میگن اگه تقلب بود دموکراتا شرم داشتن، مرض داشتن، بیان 48 نفر سناتور رو انتخاب کنن، اون دوتا رو همینجوری معلق نگه دارن، اونم تو اون شرایط. آخه دیوانگی هم یه حدی داره. درسته میگه بزن بر تبل بیاری که آن هم عالمی دارد، ولی شما از بیاری گذشتید رفته. من بحثای شما رو دیدم با اون آقا رضا، فکر کنم یه جایی هم نوشتم رضا بر علیه رضا، ولی نخواستم به کسی که انقدر وارد نیست که به شما میگه باید اجازه بگیری از مسیح علی نژاد عکسشو بذاری اصلا داخل بحث بشم. آقا من از آقای لادن ممنونم، ایشون به من یاد داد قرار نیست شما با همه بحث کنی، قرار نیست شما بخوای همه رو با سواد کنی. آقا اگه معلم مدرسه هم هستی، شما تو کوچه که راه میری که به بچه ها درس نمیدی، هر کی اومد تو کلاست، صبح سرما اومد، روز گرما اومد، نشست 7-8 ساعت نشست اونجا به اون درس بده. بعدم اگه ارزش نداره یه هفته دو هفته وقتش که نرش میکنیش بیرون، میبریش دفتر مدیر رو میگه آقا من نمیتونم به این درس بدم. نمیگیم کودنه، میگی من نمیتونم به این درس بدم. این راهش بود تو آموزش پرورش. شما اگه یه شاگردی ناخلف بود اسمشو میدادی به مدیر مدرسه، میگفتی من نمیتونم، این کلاسش عوض کن. اونم دو بار کلاسش عوض کرد، میکردش بیرون. آقای امیر نعمت الله میگه how many people this miss doctor would slap people because they do not agree with her. آه میس دکتر منظورتون خانم جیلانیه؟ نمیدونم. حالا اون خانم جیلانی رو دیگه ولش کنیم بنده خدا. خب ایشون آدم ناراحتیه کلن، یعنی من نمیخوام چی بگم. خب من بالاخره رفتم یه هندونه خونهشون خوردم، حالا حق آب و گل و نمیدونم نون و نمک نه، ولی حق آب هندونه رو گردنمون داره. ولی آدم عصبانی هست. خب شما خودت میگی من یه عمر کار نکردم، پول بابامو نشستم دارم میخورم. یه نفر از شما سوال کنه این پول بابای شما تو ایران حالا دکتر بوده هرچی بوده چقدر بوده که خودش خورده، خانوادتون خوردن، چیزی هم بوده که شما میگین نمیدونم این تبرزدی اومده خورده و رفته، اون یکی اومده خورده و رفته، اون یکی اومده دزدیده و برده. خودتون درباره پرونده هاتون توی فرانسه میخواستین بیان اینجا توضیح بدین. خب این پول هست که پرونده و شکایت و اینا میاد. شما از خودت سوال نکردی که چرا سهم خانواده شما اینقدر باشه؟ حالا یه دکتری بود اینجا، زنه با این دستمال گردنش میومد پشت ترامپ وای میساد. این زنه که احمق، هر وقت من اینو میدیدم، من حتی دکتر فاوچی میگم اینا انیبلر بودن. انیبلر ببینید، شما اگه معتاد باشی تا اون دوافروش، تا اون دوست بد یا خوب هر کی همراهت نباشه شما نمیتونی مواد گیر بیاری. به اینا میگن انیبلر. به فارسی چی بگیم؟ اونا وسیله رو برات فراهم میکنن، اونا نردبونی ان که تو میری دوزی. آقا این ترامپ وقتی عصر عصر میمد برنامه زنده بود، اینا دیگه الان دارن دروغ میگن. برید حرفای جدیدشو ببینید، میگه من عددا رو بهش میدیدم، اون عدد همونجا نشستی بلند میشدی میگفتی آقا این نیست، این عدد اون نیست، و برنامه زنده بود. 100 تا دوربین روی این برنامه داشت فیلم میگرفت. اینا دروغ میگن، اینا انیبلرن. حالا من نمیدونم منظورتون از این سو کال میس دکتر فلان کیه، نمیدونم. خب
ببینم که داشتم راجع به چی، بله بفرمایید. شام اینا رو داشتم میگفتم و اینکه برنامه ایرانی میبینیم. داشتم چند شب پیش یه برنامه میدیدم، گویا اینایی که تو ببین تیوی بودن خب تو انگلستان حالا مثلا نشستن اینا، بعد به طرف میگن حالا ما برنامه میخوایم درست کنیم، میخوای شما تو شرکت کنی؟ چند تا از اینایی که شرکت کنندگان اون برنامه اسمشم نمیدونم چی، میشینن تلویزیون نگاه میکنن، یه آبادانی و یه اینا میان تو این برنامه بفرمایید شام. بفرمایید شام کسی که مثل خانم نیلوفر مثلا دوست داشته خوراک بپزه، خودش باید ایمیل بفرسته، چهار نفر انتخاب کنن با هم مسابقه بدن. اینا مثل سلمونی ها که مشتری گیرشون نمیومد، موهای همدیگر رو کوتاه میکردن، اینجوری بوده. وقتی که کسی نبوده و اینها، به اون که مثلا تو این برنامه است میگی میخوایم، یا همین دیشب داشتم نگاه میکردم چهار نفر دیگه که چهار تاشون مجریای برنامه هستن، اون خانم سحر مال ملوت پلاس، اون خانم آیه مال خوزستان هم هست، مال یه برنامه مد و اینا هست، یا آقای جوونی مال تک نمیدونم فلان هست، و یا آقای هم هنرمند موزیک و اینا میزنه، فرهاد 45 ساله، اینا رو آورده بودن. خود طرف میگه آقا من خوراک بلد نیستم درست کنم. خب شما مسخره کردین آوردی اینو بگذاریم، بس من این نیست، بس من اینی که دیدم جامعه ما چقدر وضعش خرابه. طرف میگه آقا من نشستم، به من گفتن شما این فیلم رو نگاه کن نظرتو بگو، هی فیلم رو گذاشتن، هی پاز دادن، نگه داشتن، من نظرم رو گفتم. بعد میگه طرف تماس گرفته از ایران که آقا من دارم میام انگلستان تو رو بکشم. خب همینجا ما داشتیم چند نمونش. بابا خلبانه، ادعا میکنه خلبانه، از یه شهری که با ما ربع ساعت نیم ساعت فاصله داره زنگ میزد، پیغام میذاشت اینها، بعد تا دیگه پیداش کردیم و دادگاه و بردیمش دادگاه مثل مرده. گفتم آقا خب آخه تو خجالت نمیکشی؟ مجاهد بود، طرفدار مجاهد بود. این آقا رضایی که چی بود، میگفت که از ایران تهدیدش کردن، البته اینقدر آدم خوبی بود گفت که من ممنونم از اونی که تهدیدش کرده، چون باعث شده بره به فکر که حالا زنش حامل است، دو روز دیگه دخترش دنیا میاد، و رفته بیمه عمر خریده برای اینا، و گفت من هنوزم نامه رو نگه داشتم که از اون طرف تشکر کنم. خانم آقا خجالت بکشید، تلویزیون برای سرگرمیه، تلویزیون مگر اینکه مثل مجاهدین یه مدار بسته درست کرده برای پروپاگاندای خودش، که اونم دیگه تلویزیون نیست، اون داره خواسته های خودش رو با بلنگو با مگافون به قول اینها میکنه تو مغز شما. اون وقت شما یه برنامه میبینی دوست داری دوست داری، دوست نداری برو دیگه نبین. زنگ بزنم و فوش بدم و تهدید کنم، این نفهمی بیشعوری خودت رو ثابت میکنی، که الحمدلله از این لحاظ خیلی ما جلوی. آقای اردشیر شیخی میگه که آقای سوربی واقعیت اینه که حضرات برانداز احساس شکست میکنن و غرق شده ای هستن که عوض نجات خود دیگران را هم همراه خود غرق میکنن. این اگه یادتون باشه من دو هفته گذشته گفتم، معروفه که کشتی ها وقتی که سوراخ میشن اول موش ها فرار میکنن. همه میگن آقا موش ها که چجوریه، که برای که موش ها اون زیرن، این بدبخت ها موش های ترامپ بودن، و کشتی هم وقتی سوراخ میشه آب از اون زیر اول میاد توی نمیدونم گونی برنج و نخود و فلان و اینها، و این موشا زودتر میبینن در میرن، بپرید تو آب برید. الان شما نگاه کن آقای فلانی تا دیروز عکس ترامپ پشت سرش بوده، اکثر ورشته گذاشته پایین، آقای نمیدونم فلانی، حالا خانم مسیح علی نژاد هم میگفتن همین کاری کرده، عکس با پامپو داشته، حالا عکس پامپو رو آورده پایین. اینا همون موشهای این کشتی سوراخ ترامپ هست. اینم از این ماجرا. و اما در بله این برنامه بفرمایید شام و تهدید شرکت کننده در برنامه به قتل که طرف گفته، یادتونه هفته پیش من گفتم یه خانمی قرار بود مهمون برنامه ما باشه تا درباره اون پلاکارتایی که نشون دادم ما اون میاییم بردار میکنیم و فلان اینها، guess what، آقای آبتین، همون خانم و دوستان دیگه فهمیدن که این چیزی که نوشتن خیلی بده،
گفتن نه منظور ما از بردار، شما دیدی مثلا میگی این کیفو بردار یعنی برش داریم. گفتم آقا جون نکنید این کار، و من همون روز اول نوشتم اگه شما منظورتون بردار کردنه، بر یکم دار باید فاصله داشته باشه. ما بلد نیستیم کجا ویرگول بذاریم، کاما بذاریم، کجا خط فاصله بذاریم، کجا نقطه بذاریم، کجا سر خط بریم. و یه برنامه هایی بود وقتا میگفتن نقطه سر خط. شما تو نوشته دوستان چند بار تا حالا دیدید یکی علامت تعجب بذاره؟ اصلا بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. علامت سوال رو میذاریم آخر هر جمله خبری. بلد نیستیم که آقا این جمله خبریه باید اینجوری شروع بشه. حالا مال انگلیسی ها دیدی فعلش میاد این و فاعلش میره اون، و مال ایرانی با یه آیا با یه علامت سوال اینا. همین امروز صبح آقای چمنارا دیگه روم نشد بهش بگم، گفتم میخواستم بگم آقا شما میری پول تو جای دیگه میدی، لاستو اینجا میزنی، خب به همون خانمی که تو ترکیه پول میدی با همونم وقت بگذرون، کل کل کن. برای من نوشته سربی ژورنالیست، میگم آقا اگه شما صد بار، من گفتم من نه ژورنالیستم نه خبرنگارم نه سیاستمدار و نه سیاست باز، من یه مجری ساده تلویزیونم. شما اگه اینو نمیفهمی به نظر من شما نباید بیای وقت مردم رو تلف کنی براشون چیزای دیگر رو توضیح بدی. بعد میگه نه من منظورم از ژورنالیست جرنالیست بود، چون شما میخوای جر بزنی. گفتم ببین اگه بابات رو نمیشناختم، تیمسار چمنارا تو این منطقه من نبودم نمیشناختم، من فکر میکردم که بابای شما آخونده و شما هم این حالت تقیه و دروغگویی رو از اونا یاد گرفتی، ولی چون باباتو میشناختم، روان شاد درویش خوبی بود، خط خوبی داشت، نویسنده به اصطلاح خواننده چیزی بود، حالا یکم شک ورم داشته دیگه، اینجا نمیدونم باید از کی سوال کنیم که شما بچه همین تیمسار هستی یا خدای نکرده بچه یه آخوندی هستی. و خجالت بکشید آقا، یه جا به بنبست که میرسید با یه گفتن معذرت میخوام اشتباه کردم، شما درست میگید درست کنید برنامه رو. این مزخرفات چیه؟ من نوشتم ژورنالیست که شما آقا اصلا ژورنالیست ما نمیدونیم چه، یه آقای هست توی فکر کنم بی بی سی باشه که زنش هم بیچاره دو هفته پیش سرطان داشت فوت شد، ما یه خبرنگار ژورنالیست اینوستیگیشن ژورنالیست داریم یا اینوستیگیتور ژورنالیست، اینه فامیلیش گله، نمیدونم ایجار گل یه چیزی اینجوری، این یه دفعه 8 ماه میره دنبال یه برنامه‌ای میره تحقیق میکنه، این ژورنالیسته. و قولتون میدم این یه جایی درسشو خونده، قولتون میدم یه جایی رفته کار کرده در اون رشته، و الا منی که اومدم آقا صبح شنبه با شما برنامه بذارم بگم بخندم تو رادیو، یه دفعه اومدیم تو تلویزیون طرف میگه آقا نظر سیاسی شما چیه، ما میگیم ما سیاسی نیستیم، هی میگن نه آقا فقط حیوانات هستن که سیاسی نیستن. آقا نیستیم، بابای تام حیوان نبود ولی سیاسی نبود، تو مملکت ما نمیذاشتن کسی سیاسی باشه. کدوم ساعت شما درس سیاست خوندین؟ تازه حالا اگه طرفم رفته بود میگم من نمیدونم دکتر علوم سیاسی هستم، بعد میبردنش فرخزاد برای ما میرقصید. یه نفر نوشته بود که نمیدونم این کسروی بود و صادق هدایت و فرخزاد، اینها از زمان جلو بودن. نوشتم دوست عزیز یکی از اشکالات همینه، شما اگه از زمان جلو باشی، خب خیلی ها میگن این پیامبران از زمان جلو بودن، چه دنیایی ساختن؟ گند زدن برای که یه چیزایی رو به شما گفتن که اولا اگه حقیقت باشه چه شتیه، اگه نباشه هم که چه چیز بدتری. این از پیشگویی و از پیامبر بودن، و اصلا فکر کنم کلمه پروفیت به انگلیسی که میشه پیغمبر یعنی کسی که از آینده به شما خبر میده. به فارسی هم وقتی میگن پیامبر این نیست که یعنی رفته تو کوه برای شما آورده، یعنی چیزای فردا رو به شما میگه. آقای کسروی که کتاب آتیش میزنه، این فریخته ما، آقای صادق هدایت بچه پولداری که
افسرده میشه، خودکشی میکنه، هر کی هم کتابش میخونه باید مواظبش باشی خودکشی نکنه. خب اینم با سواد ما. آقای فرخزاد هم که دیگه ماشاءالله الله اکبر. آقا گی هستی بیا بگو، گی بودن اشکالی نداره، ولی چرا میای میری با زن ازدواج میکنی ولی باز گی هم هستی؟ بعدم چرا میای اونجا میرخصی؟ من درو وا نمی کنم، درو وا نمی کنم. بعدن این آخوندها چه کار کردن که تو یه شبه شدی سیاستمدار، اومدی تو لندن، نمیدونم عمد اگه از اونجا افتاد فلان بیسا. خب کار خرابه. حالا یه عده نمیگن، چون میگن آقا اگه گفتیم، ببین آقای اکبری میگه آقا اگه من گفتم بهم فحش میدن. این نمیخواد، تن فحش خوردن نداره. یه عده میگن، میگه من حرفامو میزنم. حالا میخواد فحش بده، میخواد تهدید کنه، میخواد، بستگی به شعور طرف داره. متاسفانه ما به نظر میاد ژیار گل از هموطنان کرد شاغل در بی بی سی. این اگر چیز فیسبوکی چیزی داشته باشه یه تسلیتی باید به این گفت، چون خیلی زحمت میکشه برای این گزارشایی که درست میکنه این ژورنالیسته. آقای چمنارا، نه شما، شما به من میگی راجع به زمان شاه صحبت نکنیم، ولی سر خودت تو کونه کتاب فردوسی مال 1000 سال پیش. آخه خجالت بکشین، تو چه کار برنامه من داری؟ مگه من این همه شما مزخرف میگی کاری بهت دارم؟ میگم آقا بگو تا صبح قیامت بشین بگو قانون اساسی. قانون اساسی آقا 190 تا کشور، 200 تا کشور هست قانون اساسی همشون دارن. خب کی میخواد اجراش کنه؟ برگردیم به ماجرای این کرونا و ویروس و اینا. دوستان، نه این کرونا و ویروس، من میتونم بگم ماه اولی که اومدم اینجا، من میدونم روز سوم رفتم یه ایالت دیگه دنبال کار و فلان و اینها، بعد با این دوستانی که اون موقع این خودکار قرمزم همه دستمونه چیز که فکرم خون داره میاد، با اون دوستان بودیم توی فولکس واگن استیشن، یادتونه اون وقتا تو ایران مثلا مدرسه همایون سر باسکول نادر این سرویس ها رو استفاده میکرد برای بچه ها، و 6-7 نفری بودیم، حالا یا از آکشن میمدیم یا داشتیم میرفتیم و اینها. ترافیک شد، وایسادن همه، و من گفتم نگاه کن چجوری همه تو خط وایسادن اینها. یه دوستی داریم آقای محمد قصروشاهی، این گفت که هم اینا رو میبینی این پدر سوخته ها اگر 2 دقیقه حالا ترافیک باز نشه از این ور جاده با همین ماشین های کوچیک میرن رو کانکریت، روی چی بهش میگیم این کربا، چیزای سیمانی بغل میرن، چمنار هم ور میدارن، گل میبرن تو خیابون اونوری. گفت اینا اینجوری هم، و دیدم بعدن تو این 30 چند سالی که اینجا هستم دیدم اون درست میگه. اینا یه زور مضاعفی رو سرشون بوده که اینجوری آدم شدن، ولی این نیست که هر که اینجا دنیا میاد آدم باشه، اینو آدمش میکنن. وقتی که قصه ماشینشو دیر میده صبح بلند میشه مسواک زده کافی خورده صبحونه میخواد بره میبینه ماشینشو بردن. اینجوری نیست. ما تو ایران بهمون سخت نگرفتن یاد نگرفتیم، میگه آی سوربی واجب کفاییست کتاب تفریح المسائل هادی خورسندی را بخوانید تا با پیروان حقیقی این پیامبران آشنا شوید. اتفاقا یه فیلم جدیدی از هادی دیدم، حالا یادم نیست راجبه چیه، به خانم صدا زدم گفتم بیا بیا نگاه کن، خدایا همین 2-3 روز پیش بود. این کتابه اگر پرینت شده که شما زحمت بکش برای اون بفرست، اگر رو اینترنت لینکشو بفرست و سلام منم به آقای هادی خورسندی برسون. الان دیگه چند ساله به خاطر این برنامه کووید و اینا هم که دیگه مزید بر علت شده و ایشون رو ندیدم. اون وقتا وقتی میومد هر جوری بود سعی میکردم که برم برنامه هاشو ببینم، و اما بردار میکنیم. بعد گفتن نه، منظور ما اینه که حکومت رو برش میداریم. بعد باز آقای آبتین هی میخواست حالا توضیح بده که ناگفته نماند 100 سال پیش پدران ما آخوندار. میگم آقا خب آخوندار بردار کردن چی شد؟ این شد. بعد اصلا کسی که میاد میگه ما میخوایم تاریخ رو تکرار کنیم، یعنی ما از تاریخ درس نگرفتیم که بهترش کنیم، میخوایم تکرارش کنیم. یه آگهی افتضاحی بود. یه کسی اگه میتونه لینک چیزی بذاره اینجا،
آگهی طرف اومده عکس گرفته، ما بردار میکنیم، ما نمیدونم تاریخ را تکرار میکنیم، برای که حالا مثلا فکر کرده جمله قشنگ میشه بگه بردار میکنیم، تکرار میکنیم، بعدش هم تو خودمون ادرار میکنیم. جولیانی وکیل ترامپ و توتی ترامپ 1.3 میلیارد شکایت شد به خاطری که خیلی این ورور زر میزد و زرای بی دلیل به اصطلاح بی منطق. شما آدرس پستی را خصوصی بنویسید، من یکی آنلاین براتون میخرم میفرسم. خیلی ممنون، چشم، حتما این کارو میکنم. مقصد که گفتی شما میخری برام میفرسی دیگه بهتر. خب نماینده مجلس و سرباز وظیفه رو گفتم که گفته هر خری هستی برای خودتی. خانم بهیه جیلانی: ترامپ هم مانند خمینی دوستان و فامیل را به جان هم انداخت. پیشبینی بختیار: یه نوار کوتاهی برای من یه نفر فرستاده بود که بختیار گفته ای مردم، ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد. خب یکی به این مردک وافوری بختیار بگه تو که میدونستی مردم پدرشون در میاد، چرا وقتی خمینی اومد نشست هیچی نگفتی، گذاشتی هواپیماش بشین؟ چرا بعد بلند شدی خودت با وزیرای عقب افتاده تر از خودت رفتی عراق و پول گرفتی از اونا؟ بهت مصاحبه من با این دکتر منوچهر رزماراسکیه، ببینید که اینا رفتن کیفای سامسونت پرپول که میگه حالا من تازه وزیر بودم به من انقدر پول دادن. آقای نخست وزیر که چقدر؟ خیلی ها میگن این کلینیکی که آقای رزماران که داداشم مذهبی بوده تو دوره شاه، این توی فرانسه درست کرده بوده از اون پوله بوده، ولی اون گفت نه ما پولا رو دادیم به آقای بختیار. آقای بختیار چیکار کرد که یه فیلمی، باز اگه کسی میخواد بگه ژورنالیست، آقای هروی، بابک هروی، یه کار ژورنالیستی انجام داد، رفت دنبال این بختیار. این بختیار کجا بوده، چی کار کرده؟ حالا میاد میگه ای مردم اینا پدرتون در میارن. خب خاک تو سر تو که شدی نخست وزیر، تازه چقدرم ناز و قمیش و اطفار و شاه اومد این بالا تو سقف رو نگاه میکرد و فلان، تازه بعد معلوم شد همه اینا به خاطر این بوده که فامیل فرح بوده. این فرح هم یه چیز فاسدی ها، همین فرح، این منوچهر گنجیرم این آورده، دکتر گنجیرم این آورده، این یکی از مخالفین بوده. بعد این بهش گفته آقا تا کی میخوای مخالف باشی؟ تازه بعدم میگیرن چوب تو کونت و چوب تو آسین تو اینا میکنن، بیا بدبختام یه مقامی بگی. اینم رفته مقامم گرفته که هنوز تا هنوزم خوشن، خودش میخوره و میخوابه، دختراش و پسرش و اینا هم همینجور و الی آخر. این میگیرن میزنن اینا. یه نفر برای من نوشته بود آقا اینا بچه 13، میگم آقا دوره شاه بچه 12 ساله تو زندان بوده. من با اون شاعری که از تو زندان سواد یاد گرفته، چند مدت پیش هم فوت شد، اگه کسی اسمشو میدونه بنویسه، شاعری که گرفتنش، شاعر که نبوده، یه بچه‌ای بوده حالا چطور شده گرفتنش انداختنش زندان، میگه زندان بچه‌ها که نداشتن، به جای که بفرستنش اردوکا یا اردوگاه کار، فرستادنش زندان بزرگسالان. بعد میگه حالا اونا آدمای خوبی بودن، آدمای چیزی بودن، با سوادی بودن، به این سواد یاد دادن و این خیلی هم وارد بود، همه چی هم بلد بود، شعر و اینا خیلی از برش بود و من دو بار با ایشون مصاحبه کردم، متاسفم که اسمشو یادم نیست الان. پیشبینی بختیار: ای مردم، ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد. اون وقت خودش، این آقایی که پیشبینی میکنه برای مردم، جلو دماغ گندش ندید که آقا با وجودی که پسرت افسر بی عرضه فرانسن، میان تو خونت تیک تیک کد میکنن. خب اینا احمقن، هی نگیم بهشون فرهیخته. اگه 4 نفر بهشون گفته بود، نگاه کرده بود تو چششون، گفته بود آقا شما احمقی. اینا هی فکر نمیکردن یه چیزی میدونن، همشون هم افتخارشون اینه که زندان رفتن. خب این آقای کوروش زعیم دوباره گرفتن بردن زندان، البته نگرفتن من زندان، مرخصی اومده بود. خب آقا از زندان اومدی مرخصی، هی با این تلویزیون با اون تلویزیون مصاحبه میکنی، یعنی به آخونده میگی من نمیخوام بیرون باشم، منو بگیر ببر تو، لابد تو خونت اذیت میشی، تو زندان راحت تری با دوستات با رفیقات گل میگین گل میشنفین. و
بعضی وقتا فیلم های زندان نشون میده دارن بشکن میزنن و میرقصن و اینها. آقای زعیم دوباره رفته زندان. برای آقای آریانپور نوشتم آقا مملکتی که مردمش افتخار میکنن به این که زندان بودن و این زندان بودن رو جزو سابقه کار جزو سابقه نمیدونم تجربه شون استفاده میکنن، خب لیاقتی بهتر از همین آخوندا و شاه ترسو نداریم ما؟ چرا دروغ میگین به خودتون؟ بفرمایید. پهنای باند و سانسور اینترنت. اگه یادتون که هست دو سه روز پیش یه صحبت دیگه شده بود، آقای آذری جهرومی رو، حالا نمیدونم واقعا مال جهرومه، این رو گفتن باید محاکمه کنیم چون این دستور دولت رو که برای این بوده که سیگنال رو ببنده، یه برنامه جدیدی دوباره سیگنال رو ببنده و پهنای باند رو چیز کنه. این چای سبز. خلاصه این کار انجام نداده و روحانی گفت که شما اگه میخواین کسی رو محاکمه کنید، روحانی من رو باید محاکمه کنید چون من اینا به اصطلاح من بهشون گفتم. و روحانی داشت با منطق میگفت که پهنای باند رو نباید کم کنید، مردم دارن استفاده میکنن، درس میخونن و فلان و اینها. خیلی ها خودشون الان توش موندن که کم کنیم یا کم نکنیم. یعنی یه جورایی الان که دیگه 6 ماه مونده به آخر دوره رحمانی روحانی، اینم داره با چیز دندون نشون میده. راست چرا میگن دندون نشون میده؟ حیوانا وقتی میخوان به هم بجنگن دندون به هم نشون میدن. تو داستانا اگه یادتون باشه مثلا روباه شب میرفت دندونشو میداد به این آهنگر که براش تیز کنه و اینا، دندون نشون میدن. و یه چیزی که تو آمریکا فوش میدن، انگشتشون اینجوری میکنن برای که اینا با تیرکمون همدیگر رو میکشتن. بعد میگن جنگجوهای قدیمیشون اینا، نه آمریکایی که منو شما میشناسیم، هر کی یه جرمی چیزی میکرده این انگشتشو قطع میکردن. طرف برای این که بگه ببین من هنوز میتونم تو رو بکشم اینجوری میکنه، حالا شده فوش، شده بیلاخ. این بیلاخ ایرانیا اینجا شده این. اینم از این. خب آقای سربی، اگر فردوسی زنده شود زبان فارسی را که ما صحبت میکنیم نه نخواهد فهمید، به مترجم احتیاج دارد. آقای انصاری، نمیدونم شما چند سال برنامه منو میبینید، من سالهاست تقریبا التماس کردم یکی از اینایی که فکر میکنه باباش فردوسیه، چون مطمئن نیست کی با ننش بوده، بیاد به من بگه آقا منی که شیراز بودم یا پدر آن ما چطور شد سال 1400 برگردیم عقب منهای یک، یه دفعه عربا اومدن یه شبه ما هممون عربی حرف زدیم، که بعد آقای فردوسی 30 سال زحمت کشید عجم زنده کردن بدین پارسی. به کدوم پارسی؟ یه مش نوشته دیگران ورداشتی کتاب کتابت کردی چسبوندی به هم مثل که یه صحافی ورداری بچسبونی. کسی که نه از تاریخ خبر داشته نه از پادشاهی ایران خبر داشته، تو شهر توس برای خودش نشسته بوده به امید نمیدونم سکه طلای محمود غزنوی بوده فکر کنم، شعر گفته. بعدم محمود غزنوی گفته آقا من فکر نمیکردم تو بتونی اینقدر شعر پیدا کنی، من فکر کردم 4 صفحه ندارم، پول اینا رو ندارم بهت نقره میدم و دق کرده و مرده و بعد نمیدونم جنازش داشتن میبردن، اصلا یه چیزی مزخرفی. بعدم که چی؟ بچه میخواد به باباش ثابت کنه که زن اون خرابه، از تو آتش رد میشه. آخه کره خره نمیدونم سیاوش بوده کی بوده، بلند شو برو یه شهر دیگه. حالا امروز ثابت کردی که از تو آتش رد شدی که نمیدونم زن بابات نظر به تو نداشته، فردا چه کار میکنی؟ اون احمقی که رفته این زن رو گرفته حتما همه دربار مثل فرح پهلوی برای خودش یه مغازه جدا باز کرده بوده، حتما دربار سوارش داده بودن و بعدا به تو نظر داشته. این یه داستانشه که هر دفعه آقای چمنارا اینا میگه مثل سیاوش. آقا خب این ببخشید همین حرفا رو میزنی که حالا من موندم توش که شما بچه تیمسار چمنارا هستی یا بچه آخوند چمنارا. خب مرداد میناوند نظرتون چیه؟ 45 ساله، دوبار ازدواج کرده، 2 ماه پیش که ازدواج کرده. حالا اون خانمه چی میشه وقتی یکی شوهرش میمیره؟ بیوه میشه بازم؟ ها دیگه، چون
بلا فاصله طلاق منتفی میشه. میدونستید مرده ها وقتی میمیرن احتیاج نداره بیان حالا شما رو ببرن دفتر طلاق طلاقتون بدن، طلاق منتفی نمیشه، ازدواج منتفی میشه، میشه طلاقش داده. خب Proud Boys Leader اینجا میدونی که یه پسره از امریکا، فکر کنم اولین جنریشنه، یعنی باباش هم خارجیه. حالا اینم از خانم جیلانی و دیگران آتیشش داغتر افتاده و دنبال کنه ترامپ. FBI گفت ملت این از سال 2012 خبرچین خودمون بوده. برید نگاه کنید از سال 2012 این آقای انریکه کالسی خورده سالشه خبرچین FBI بوده. خبرچین FBI بودن بد نیست دوستان، این یه نوع خدمته. خیلی از ایرانیام خبرچین FBI هستن، حتما اگه به منم بیان بگم میگم باش آقای خورسندی رو لو میدم، اکبری رو لو میدم. چی گفته خورسندی؟ اومده نقل نمیدونم داداشش صحبت کرده، بعد میگن آقا این خبر نشد برو دنبال کاره. ولی اینا این رو informant گذاشته بودن و جالبه دو روز قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد اینو دستگیر کردن بردن گذاشتن تو زندان، که حالا دنباله این که این informant بوده حالا یه عده با خودشون دشمن میشن. ترامپ کاری کرد که همین ماجرای حزب الله یا با حجتیه یا نمیدونم تندروا با اسهال طلبا اینها مخالفت و اینها، این ماجرا بین طرفداران ترامپ هم راه افتاده و ترامپ حالا هر چی میخواد بگه من حزب سوم راه میندازم. خب یه حزبی میخواد راه بندازه، حزب وطن پرستان، اوکی راه انداخت چی میشه؟ دموکرات ها اگه نمیرن تو حزب این کیا میرن؟ اونایی که توی ریپابلیک بودن میرن اونجا. پس چی میشه؟ حزب ریپابلیکن ضعیفتر از اینی میشه که امروز هست. حزب ریپابلیکن چقدر ضعیفه الان؟ مجلس دست دموکراتان، سنا دست دموکراتان، کاخ سفید هم دست دموکراتان. اینجا چند تا قوه داریم؟ 3 تا قوه. قوه مقننه که مجلسه، قوه قضاییه که تقریبا یه جورایی همین دادگاه و سنا و اینا هم با هم میتونی چی کنی، و مجریه executive branch که همین کاخ سفیده. هر ستاش دست دموکراتان. ولی من بارها گفتم این دموکرات ها بارها نشون دادن که لیاقت ندارن و ممکنه از دست بدن. این بار امیدواریم که اون افراد رو راضی نگه دارن، بهشون بگن ببین به جایی که بری تو حزب پیتریوت بیا تو حزب دموکرات. و دموکرات هم این دموکرات مثل کمونیستی نباشه، دموکراتی باشه بله آسایش آرامش تدریس نمیدونم بهداشت رو برای همه میخواین، ولی یه راه پیدا کنه که مردم بفهمن درکش کنن. کاکو سوربی گرامی کمال تشکر از شما. مردم تیوی خانم ملیحه، چه اسم ملیحی داری؟ این اسم ملیحه خیلی اسم قشنگی، خیلی هم زیاد نیست، جالبه. خب و اما پراید بوی هم گفتیم، آقای ماز جبرانی. ماز جبرانی میدونید که کمدین ایرانیه که خب میشه بگیم یه نسل از هادی خورسندی جوانتره و جوونا خیلی دوستش دارن، ضمن این که ما هم باهاش عادت کردیم از چندین سال پیش. بله میگه از خانم جیلانی خبر جدید برات دارم بعد از برنامه میگم. خب آقا الان بگو تا به دوستانم بگیم. این از این. و اما ماز جبرانی رو براتون گفتم، بذارید بیارم یه چند تام چی بخونیم. ماز جبرانی یه برنامه‌ای توی پیکاک، پیکاک یعنی طاووس، و میدونید که علامت لوگوی چیز پیکاک هست، NBC National Broadcasting. من ببینم این عکسش بیاد اینجا. الان چند مدت دوستان شما میتونید کیبل و اینا رو قطع کنید و از طریق استریمینگ، از طریق همین اینترنت و اینا تلویزیون نگاه کنید. انقدر کانال هست باور کنید من دیگه یادم میره کجا بوده شماره چند بوده. ولی این ماز جبرانی یه برنامه داشته به نام Peaceful Warrior. Warrior این جنگجویان
به اصطلاح قهرمانان جنگی رو میگن و یادم این یگانه میگفت دشخیمان سلحشور، گفتم آقا دشخیم که سلحشور نمیشه. خلاصه این وریه رو به عنوان سلحشور میتونید شما استفاده کنید. این خط زده پیسفول نوشته پندمیک، پندمیک همین مرضهای واگیر و اینها رو میگن، همین کووید 19 یا کرونا، و نوشته استریمینگ جانوری 28، دیروز بوده، ولی به احتمال زیاد شما اگر چیز کنید بازم هست و میتونید استفاده کنید. و روی یوتیوب هم هست، یوتیوب هم شما این روزا میتونید از تلویزیونتون نگاه کنید. تلویزیون هایی که سمارت باشن، یکی دو سال کهنه باشن یا جدید باشن، اینا اون دستگاه ها رو دارن. اگر هم نداشته باشید، شما تلویزیون معمولیتون رو میتونید با 20 دلار 30 دلار یه دونه از این دستگاه های روکو یا گوگل تیوی یا آمازون تیوی فایر تیوی اینا اونجوریش کنید. در صورت برنامه های ماز جبرانی رو هم برید ببینید، به نظر من خوبه. و اما بریتانیا پروازهای مستقیم از امارات را ممنوع کرد. وزارت حمل و نقل بریتانیا به شهروند این کشور که هم اکنون در امارات عربی متحده به سر میبرد توصیه کرده که از پروازهای تجاری غیر مستقیم برای بازگشت به انگلستان خودداری کنن یا استفاده کنن. سب کنید، بله، به صورت موقت این کشور ممنوع. بدین ترتیب این تصمیم به دلیل نگرانی موجود از انتشار کرونا است. اینم امارات و اینها که فکر کنم میگن همه رو هم واکسن زدن. چین گذرنامه بریتانیایی شهروندان هنگ کنگ را دیگر به رسمیت نخواهد شناخت. هنگ کنگ که میدونید اجاره انگلستان بود و اصلا شما وقتی میری اونجا فکر نمیکنی یک کشور کمونیست چینی و اینها هست، ولی چند سال پیش وقتی اجاره نامه‌شون تمام شد اینا شروع کردن که ما نمیخوایم جزء قوانین چین باشیم. چین هم گفت که اینجا نمیخوایم، نداریم، یا آبگوش درست میکنیم همه باید بخورن، نمیخوای برو بشین تو سرما و اینا، دعواها و جنگها و فلان اینا، که همین ترامپ یه مدت اصلا حرفشو نمیزد چون اون موقع با رئیس جمهور چین چیک تو چیک بودن و قربون صدقه همدیگه میرفتن. ولی چین هم به این هنگ کنگ هم به تایوان و یک کشور و به مسلمانای چین هم خیلی ظلم کرده که صداش در نیامد. تا حالا ببینیم چه میشه. افزایش 15% ارزش بیت کوین پس از تبلیغ توییتری ایلان ماسک. ایلان ماسک که میدونید اون جوونیه که نمیدونم مال چه کشوریه، مال اوکراین، مال کجان، و مادرش هم تو کارهای تبلیغاتی و اینها بوده، و این کسیه که ماشینای برقی تسلا، اینایی که این فکر میکنن ادیسون برق اختراع کرد و ادیسون فلان، ادیسون یه شالاتانی بود مثل ترامپ. ادیسون از دانش دیگران، از دسترنج دیگران سوء استفاده میکرد، چیزای اونا رو به ثبت میرسون، یه پول کمی شاید به اونا میداد که خیلی هاشم نداده و خودش استفاده میکرد. این تسلا یه نابغهی بوده، برید بخونید. به همین خاطر این مرده اسم تسلا رو گذاشته رو ماشینای برقی و میبینید که ماشین به اصطلاح داره ضرر میده، ولی از اون ور استکاش میره بالا و اینها. حالا بیت کوین و بیت کوین، من دو هفته است دارم سوال میکنم کسی میدونه استخراج بیت کوین یعنی چی؟ مگه این معدنه که کسی استخراج کنه؟ چرا برق احتیاج داره؟ چرا مزرعه نمیدونم کامپیوتری احتیاج داره؟ گفتم بهتون، حتی آقای امیر احمدی میخواست برای من توضیح بده، گفت نه اینا استرکت میگن استخراج. گفتم آقا مگه میشه استرکت یه چیز دیگه، استخراج یه چیز دیگه. بعد گفت که اینجوری و اینها، نتونست توضیح بده، یعنی حقیقتا فکر نمیکنم چیزی میدونست. این ماجرای بیت کوین چیه، کیه؟ یادم سالها پیش که دوستی داشتیم آقا رضا، خیلی هم ترسو بود، یه برنامه درست کرد، انقدر این سر ته برنامه رو از ترسی که سو نشه دوزیده بود، چیز کرده بود، ادیت کرده بود که یه برنامه بی‌معنی بود و دیگه هم نیومد، چون فهمید چقدر کار داره. کار هر بز نیست، خرمن کوفتن گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. مثل سوربی ریپورتر از بختیار، Why you did not shoot down Ayatollah Khomeini airplane in the air? He said, if I would have done that in that atmosphere,
of Iran, people would have think that Khomeini was Imam Zaman and I would have been the Shem. خب باشه، خب باشه، کارش انجام بده. خب الان بعد این همه سال مگه ملت نفهمیدن که آقا این شم رو یزید و امام حسین، بعض وقتا امام حسین ناحق گفته، اونا به حق بودن، فامیل هم دیگه هم بودن. حالا شم یه از ترس که شم رو نباشه گذاشت خمینی بیاد اونجا و خودش شب به در فرار کرد. این آقا کننده کار نبود، این همون باید تو زندان باشه تا مثل آقای امیر انتظام بمیره. این آقای زعیمی بیچاره هم همینه سرنوشتش، میرن بعدم خانواده افتخار که 40 سال تو زندان بودن. اوکی، 40 سال تو زندان بودن، بعدن هم مجسمه اینا رو بذاری تو زندان، ما میام تو موزه نگاه میکنم. خب که چی؟ تو باید اگه 4 سال رفتی زندان، بعدن 4 تا جنریشن یا 4 تا نسل رو آزاد کرده باشی، یه چیزی بهشون یاد داده باشی. بله اینا رو من یادمه، اینا رو هم ویدیوهاش من دیدم. شما حتما اگر بتونید این فیلمایی که بابک هروی در رابطه با بختیار درست کرد، حالا بابک هروی هم بهتون بگم، یا خودش یا خانمش، یکی از اونهاییه که فامیلشون لحاظ ارتشی و اینها احتیاج به کمک بختیار داشتن، اینا کمک نمیکنن به اینایی که احتیاج دارن، اینا به خاطر همون دلگیری میرن دنبالش که آقای بختیار خب تو این پولا رو گرفتی، اولا چرا 5 روز از زندگیت سیاهه و تو نمیگی من کجا رفتم؟ خب تویی که به شاه ایراد میگیری که ترانسپرنت نیستی یا شفافیت نداره کارات، یه دفعه خودت و وکیل خودت و وزیرات میگین ما رفتیم یه کشور عربی. خب چه کشور عربی رفتی؟ کدام کشور بود که به شما پول داد، جا داد؟ خب اینجوری بعد حرف خمینی درست میشه که شماها رفتید دسیسه کنید که جنگ کنید، بعد آقای انصاری میاد میگه که عربستان سعودی و کشورهای دیگه میخواستن رضا پهلوی رو ببرن کیش چون اونجا هم کاخ داشت. ببینید اینایی که هنوز قبول نمیکنن با وجود که سازمان ملل و همه گفتن آقا صدام حمله کرده، بله ما میدونیم خمینی هی گفت میخوام انقلاب رو صادر کنی، ولی چون که نباید حمله کنی به کسی که داره فقط داد میزنه، الان 30 سال دارن داد میزنن ما میخوام اسرائیل رو نابود کنیم، اسرائیل نباید حمله کنه بره اونجا، چون میگن آقا این حرف زد، این فوش داد، تیر که نزد، سنگ که نزد، ولی صدام اومد، صدام میخواست قادسیه را بندازه، صدام میخواست بشه سلطان عرب، عرب چی بهش میگن. وقت بختیار یه آدمی که حالا میگیم مرز زندان قیافش لاغر فلان بوده، ولی معلوم بود که اینا پایمنقلی هن. بعدم چه کسایی دور خودت جمع کردی؟ چه سابقه ای دارن؟ شهامتشون، شجاعتشون، سلحشوریشون چی بوده؟ همه رو سوار تاکسی بار کردی بردی کشور عربی تو بهترین قصرهای اونجا. برید مصاحبه منو با آقای منوچهر رزمارا نگاه کنید، میگه ما رو بردن تو بهترین قصرها، بعدم صبح که بلند شدیم رفتیم صبحونه خوردیم، وقتی برگشتیم دیدیم یه کیفی تو اتاقمونه، کیفر گفتیم چیه، فکر کردیم این پولای قلابی هست که به عنوان کاغذ میذارن که مثلا یه چیز تکون نخوره. بعد میگه نشون همدیگه دادیم، دیدیم نخه پوله، نمیدونم حالا یادم نیست، مثل که 1,000,000 نفری بهشون داده بوده. چقدر پول جا میگیره توی کیف سامسونت پول 100 دلار اینو؟ بعد میگه حالا تازه این مال ما ساک سامسونت بود، مال آقای شاپور بختیار چمدون بوده. خب آقا اینا پول خونشونو گرفتن، این جمشید شارمهر که رفته 300 خورده هزار دلار کلا گذاشته سر فلان و اینا، از آخوندا پول گرفتن، این پول خونشو گرفت، احمقانه هم بلند شد رفت هند و نمیدونم دبی یا اینا، حالا اونا گرفتنش، چه کارش هم بخوام بکنم من نمیدونم. اون زمی که بلند میشه بره 15 میلیارد میلیون دلار میلیون یورو پول بگیره، اینا پول خونشونو میگیرن. چرا یکی به من زنگ، اصلا به من زنگ نمیزنن چون من کاری ندارم، بیان بگن آقا بریم فلان جا، میگم نه آقا من نمیخوام، من همینجا نون پنیر خودم میخورم، نمیخوام بیام. اینا طمع میکنن میرن. برای طرف نوشتم دیگه خانم جواب نداد، خانم شیوا محبوبی، گفتم خانم شما فکر میکنی زم فقط یه خبرنگار ساده بود یا یه برانداز بود؟ شما وقتی میگی من براندازم، آقای آبتین، آقای نیساری، خانم جمیله خانم، شما وقتی میگی شما با شمشیر میری جلو، اونا با توپ و مسلسل میان دنبالت،
یا نباید بگی، یا باید مخفیانه پارتیزانی نمیدونم جنگای بزن برو نمیدونید، همینجوری میرید. بعدم با هیچ کی صحبت نمیکنید، تا یه چیزی مینویسید بردار میکنم، اختیار میکنم، ادرار میکنم، میذارید رو اینترنت و سوربی میاد میگه آقا خب این کی شد از خمینی بدتر. گیر میافتین. 3:20 10 دقیقه دیگه میریم با آقای امیر حسین لادن باشیم. و اما آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 303 خود رو که نقد آموزه‌های بهایی است و این برنامه بررسی و نقد کتاب خلیل شهیدی هست رو برای شما پخش میکنیم. من فکر بودم که حالا که ایام کرونا هست و اینها یه برنامه‌ای رو با آقای حسن فیروزی داشته باشیم. ایشون خب خیلی راحت نیست که تو استودیو نباشه با اسکایپ و اینا، حالا ببینیم چی میشه. ضمناً آقای امیر نعمت الله شما لطف کن ببینم این چیزی رو که نوشتی یعنی شما قبول داری بختیار کار درستی انجام داد، حتی همون 37 روزی که نخست وزیر بود، یا کلن بی ارزگی نشون داد بلد نبود. البته من قبول دارم که شاه یک کاری کرده بود که اصلا هیچ کس نمیتونست اون سیستم کار کنه. وقتی که از اون اتاق میاد بیرون به افسران میگه شما کاری به این نداشته باشین، حرف اون مرد کی بود؟ بعدم معلوم شد جاسوس 3 بوده، جاسوس انگلستان و آمریکا و روسیه، فردوس. خب این معلومه، این درست این ترامپ. باور کنید این 4 که ترامپ اینجا بود من هر روز یاد شاه میافتادم، چون کاراش، حماقتش، ترسو بودنش، دروغ گفتنش این شام، این شام. و خیلی ممنونم بالاخره این سعید برای ما نوشت آقا بالاخره فهمیدم که شاه دیپلم نداشته. گفتم آقا ما 10 داریم میگیم. آقای سرهنگ عقیلی پور اومدن گفتن، آقای تیمسار آریان پور اومدن گفتن، دوستان دیگه اومدن گفتن بر اساس شواهد، تاریخ، سن و که شاه دیپلم نگرفته. شاه کارهایی که میکنه تو اون مدرسه باعث آبروریزی ایرانی ها میشه، میکننش بیرون، باباش برش میگردونه، باباش عصبانی میشه، مردی که احمق به جایی که اینی بفرسته مدرسه نظام چون نهم داشته میفرستش دانشگاه افسری. خب این همونه دیگه، کرونا ویروس، اونی که میبره میزنه به خانوادش که حائز شرایط نیست. خب بدبخت و داون در رود یه اتفاقی برات میفته، یه قضای از آسمون برات میاد. اگه به کارما باور داری، همه چیزها که قانون نیست که. شما یه جایی اگه چیزی افت، من روز رفتم یه کاغذی رو یه جا بذارم، دیدم یه از این گوشیای مال تلفن که 200 دلاره اونجا گذاشته طرف رو مقوا. بعد خانمه که اومد بهش گفتم اینا نفر قبلی من جا گذاشته، گفت ورش داریم بدین به اون lost and found. خب میتونستم بذارم جیبم برم، ولی من میدونم این اگه گذاشتی جیبت اومدی این ور، حالا یا تصادف میکنی یا میزنی به یک کسی. اینا اینه که رفته چیز کرده. حالا اون خانمه میاد میگه اگه این واکسن زده بود نمیمرد. تو از کجا میدونی خانم؟ بیا خبراتو بگو، لنگو پاچتم بنداز بیرون. بدبخت ایرانی لنگو پاچه ندیدم حسرت میخوره و میگه عجب گوینده خوبیه، ولی کلن گوینده خوبیه. خب وزیر خارجه پرتغال رابطه با هند برای کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به چین الزامی است. ظریف در ترکیه ادعای مقامات آمریکایی ادعای مقامات آمریکایی درباره برجام نه منطقی است و نه عملی خواهد شد. میدونید که الان بازی آمریکا با ایران اینه. شما فکر کنید میخواین یه ماشین بفروشین، منم خریدارم، نه من اطمینان میکنم پولمو بدم دست شما، نه شما اطمینان میکنی سندو بدی دست من. این بازی هست، میگه اول تو اول من، اونجوری میگن اول تو، نه اول تو. این الان شده ماجرای آمریکا. آمریکا میخواد برگرده به برجام، اون میگه ما چیزای بیشتری میخوایم، ایران میگه اصلا ما اگه برگردیم اون چیزایی هم که داده بودیم نمیخوایم بهتون بدیم. حالا فعلا دارن چونه میزنن، امیدوارم یه جوری دوتاشون سر عقل بیان. کاکو سوربی عزیز با سلام، خدمت جناب عالی، سریال خانه ابدی وقایع حقیقی انقلاب ایران proud.net. ببینید گول این فیلمایی رو که دولت جمهوری اسلامی داره درست میکنه نخورید. یه فیلمی درست کرد راجب با شاه، معمای شاه، انقدر اینا دیگه
بد گفتن که مخالفین شاه هم گفتن نه بابا اینجوری نبوده. حالا اینی که شما میگی ایران پراد، ایران پراد اتفاقا من اولی که راه افتاد اینا میشناسم ویدیو از این اون میذاشتن اینا، که خود اینا هم الان رفتن زیر سوال این چجوریه شما میتونی ویدیوها رو بگیری فیلمها رو بگیری و اینا از آخوندا. ولی اگه این فیلم سریال خانه ابدی رو آخوندا درست کردن، شما یک کمی لای خطوط رو بخونید. درباره لای خطوط ما تا همین امروز برنامه آقای فرامرز دادرس رو هم پخش میکردیم. اگه آقای خسرو بهرامی مایل هستن برنامه اینجوری باز پخش بشه، لینکشو بفرستن حمایت کنن، ما این کار انجام میدیم. و توصیه من به خانم جیلانی اینه که یه مقداری برنامه آقای دادرس رو شما بیشتر نگاه کنید. آقای دادرس خیلی قشنگ درباره همین که ماها شدیم کاسه از آش داغ‌تر رو نمیدونم به اصطلاح طرفداری ترامپ و فلان و اینها صحبت میکنه و خیلی هم قشنگ و با منطق. اجازه بدین که من آماده کنم این رو برای موقعی که این مشخصاتی که من اینجا میذارم، اگه یه کسی بلده بهتر از من با فوتوشاپ، چون من فقط با پینت کار میکنم، پینت خیلی ابتداییه، با فوتوشاپ اینا رو قشنگ بنویسه اطلاعات و فلان اینها. اون موقع مجید این کارا رو میکرد، مجید از ما قهر کرده. حالا مجید چرا قهر کرده؟ اونم یه دفعه شلوغ شد توی کالیفرنیا، مجیدم فکر کرد الان انقلاب میشه و شاهنشاه آری از مهر دوباره میره ایران و اینم یه کارای شیراز میشه، از ما قهر کرد. بعدم دیگه روش نشد برگرده بماند. امیدوارم اونم سالم و سلامت باشه، اونم یه جوان ایرانی است با خانواده و آدم زحمتکشی، پدرش که خب راننده بوده و بچه خیابون شهرناز و اینا و خودش هم آدم زحمتکش. و اما ساعت 3:27 من در حین صحبت‌های آقای امیر حسین لادن لینک نوشته ایشون رو میذارم. چرا اون موقع، همین الان میذارم. کاپی لینک آدرس، بله میذارم اینجا تو صفحه گویا هست، میتونید بخونید. فیلم خانه امر را من، شما اونجا نوشتید خانه ابدی، حالا اینجا نوشتید خانه امر را، من الان قسمت 31 هستم ولی خیلی خالی بندی داره. آها ببینید خانم ملیحه، خانم عزیز، همونی که شما فکر میکنید فیلم خوبی حقیقتا رو میگه، آقای اکبری میگه خیلی خالی بندی داره، ناگفته نماند. تو کار فیلم سازی اصلا باید اگزاجوریت کنید. اگزاجوریت یا اغراق یکی از چیزای فیلم ساختن هست، ولی دیگه تا یه حدی، میدونید دیگه از حدش که بگذره آدم از دیدن اون فیلم لذت نمیبره. خب ما ببینیم که چی شد اینجا. میخوام اینجا براتون لینک برنامه آقای امیر نوشته مقاله ایشون رو بذارم، که ما هرچی میذاریم رو فیسبوک هی باید بذاریم پین تا این بالا. ضمناً آقای اکبری هم امتحان کرد، گفت اون چیزی که من گفتم تقریبا درسته، نه خودش گفته، من گفتم. کامنت فیسبوک رو تا امروز که من با شما صحبت میکنم شما نمیتونی بلاک کنی، اون دی اکتیویت و اینا میتونی برنامه تو دی اکتیو کنی یه هفته دو هفته، ولی کامنت، ببینید تا یه چیزی میذارید اون زیرش قسمت نظرها یا نظرات باز میشه، اون رو من صاحب اون پست نمیتونم از کار بندازم. اگه میتونستم سالها پیش این کار کرده بودم، چون من اومدم اینجا که حرف بزنم تو برنامه، نیومدم اینجا که یکی کامنت بذاره بعد اون اینو بگه بعد من اونو بگم، هی بشه کلکل کلکل برای برنامه های دیگه. بزن آقای نعمت الله میگه مستر سوربی I think nobody could do anything at that moment. شاه had made so many mistakes. با شما هستم 100%. At least میتونستن بگن ما کاری نمی کنیم. اون دکتر کی بوده؟ صدیقی، صدوقی، اونا میدونی. یکی از چیزایی که افراد کار کن تفاوت دارن با اونای دیگه اینه که توانایی خودشون رو میدونن چیه. شما برو به یه دکتری که دکتره بگو آقا اینجا گوش منو بردار، میگه ببین من دکتر داخلی هستم نمیتونم. این نمیتونم و اینا نگفتن، با
باعث شد خودشونم به کشتن بدن. ممنونم که نظرتو گفتی و من با شما هم عقیده هستم که چنان شاه خراب کرده بود این کشور رو که هیچ کس با بستلا نمیتونست مگر اینکه یه نیروی پشت سرش باشه. دوستان براتون خبر خیلی خوبی دارم، بذارید من این اطلاعات تماس با آقای لادن رو برای شما اینجا بنویسم، بعد بریم سراغ ایشون و درباره مقاله‌ای که نوشتن با هم صحبتی داشته باشیم. آقای لادن اجازه بدید، بله کامرای سه رو بذاریم برای ایشون. عذر میخوام، دوستان عزیز با آقای امیرحسین لادن هستیم، بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم خدمتشون و ممنونم که خیلی سریع به ما اجازه دادن باهاشون باشیم امروز، ضمن اینکه این مقاله رو همین امروز صبح گذاشته بودن روی صفحه گویا و من لینکش رو هم روی فیسبوک برای شما گذاشتم، میتونید شما هم بخونید اگر سوالی داشتید، حتی در حین برنامه هم روی فیسبوک بنویسید و من از ایشون میپرسم و با هم خواهیم بود. آقای لادن خوش آمدید، خیلی ممنون که با ما هستید، این شما و این هم دوستان عزیز بیننده و شنونده. درود بر شما جناب صحابی، سپاسگزارم. درود بر بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون، خوشحالم که فرصتی از گفتگویی داشته باشیم. آه خیلی ممنون، اول از صدای شما، امروز سیستمتون خیلی عالیه، هر کاری کردید همین ستینگ رو نگه دارید، خیلی عالیه. بعد من این مقاله شما رو خوندم، محمد جواد ظریف، شرکت در رأی‌گیری تایید رژیم است. من البته دیروز با یکی از دوستان داشتم کلکل میکردم که آقا شما دوباره شروع کردید رأی ندین، فردای روز رأی‌گیری میگید رأی من کجاست. تو رو خدا اقلا از همین امروز اینا رو با قرمز و آبی بنویسین که ما ببینیم کی این تیم ایران هست، قرمز و آبی، ببینیم کی تا امروز چی گفته و کی چی نگفته. مقاله امروزتون با این جمله شروع میشه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه مردم ایران با انقلاب اسلامی انتخاب کردن که اینگونه زندگی کنن. در ضمن گفته که مردم با شرکت در تشییع جنازه قاسم سلیمانی نشان دادن موافق روش رژیم هستند. شما این ادعای ظریف رو چگونه ارزیابی میکنید؟ حتما ببینید، من فکر میکنم واقعا همیهنانمون باید به این توجه کنن. ظریف در ادامه این دو جمله‌ای که شما بیان کردین میگه که اگر مخالف این روش هستید چرا در مراسم تشییع جنازه شرکت کردید؟ سپس خودش پاسخ میده، میگه که یک دلیل وجود دارد و این است که ما خودمان انتخاب کردیم یک جور دیگر زندگی کنیم. چرا باید به این دو گفته این آقا توجه ویژه داشت؟ برای اینکه اولا که نباید سر خودمون رو گول بزنیم، دومن محمد جواد ظریف از مهرهای اصلی و سیاستگزار رژیمه. دید و برداشت و نظر او دید و نظر حکومته و او به درستی میگه شرکت در رأی‌گیری انتخاب مردم و تایید برنامه‌های رژیمه. میگم باز دوباره باید تکرار کنم، بعد به این موضوع توجه داشت. ظریف، اینو میخوام یک دور دیگه برای جا افتادنش تکرار کنم، میگه چون مردم جمهوری اسلامی را انتخاب کردن زندگی در رژیم فقاهتی را انتخاب کردن. ببینین اونا چجوری نگاه میکنن، میگه چون در تشییع جنازه سلیمانی شرکت کردن
روش و برنامه های رژیم را تایید کردن. پس بنابراین سر خودمون کلا نذاریم. سیاست گذار حکومت در این دو جمله شفاف بیان میکنه که شرکت در رأی گیری تایید رژیمه. اون همیهنانی که تا به امروز به هر دلیلی در رأی گیری شرکت کردن، آیا اقراری از این شفافتر نیاز دارن تا بدونن که رژیم شرکت در رأی گیری رو نه تنها تایید حکومت، بلکه تایید سیاست و روش و برنامه های خودش میدونه؟ آیا زمانش فرا نرسیده که بیش از این اخفال حکومتگران نشیم و خودمون رو فریب ندیم؟ بیش از 4 دهه وعده‌های توخالی و دروغ، سخنان پوچ و بیهوده کافی نیست؟ از خودتون بپرسین، آیا با شرکت در رأی‌گیری های 4 دهه گذشته از زندگی بهتری برخوردار شدین؟ اوضاع مالیتون بهتر شده؟ درآمدتون افزایش پیدا کرده و برای زندگی کافیه؟ آیا از ارزش و احترام انسانی و حقوق شهروندی برخوردار شدید؟ به ویژه اینکه برخی از دسترکاران حکومت میگویند جمهوری اسلامی دموکرات‌ترین کشور جهان است. از خودتون بپرسین، آیا شما نیز از این دموکراسی برخوردار هستید؟ چنانچه پاسخاتون مثبته، حتما در رأی‌گیری بعدی شرکت کنید. اینجا میخوام یک گفته یک بانوی جوان ایرانی که تازگی به اروپا آمده باهاتون در میون بذارم. من تو گیوماس. ایشون میگه کمبودها و مشکلات چنان از مرزهای عادی فراتر رفته و عرصه زندگی را بر مردم تنگ کردن که راه حل، علاج و فرارهای غیر قابل تصوری را پیش پای مردم بیچاره و گرفتار ایران قرار داده است. بعد مثال میزنه، میگه خودفروشی، اعتیاد برای فراموشی، فروش کلیه و اعضای بدن، فروختن فرزند و حتی خودکشی، اینا راه های علاج و راه فراره. در ادامه ایشون می نویسه که مشکل در ایران جمهوری اسلامی تأمین نیازهای اولیه انسان و نیازهای ابتدایی و روزمره زندگی است، نه آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی. این همیهن در جنبندی میگه که جامعه مدنی یعنی صاحب اختیار بودن. مردم در جمهوری اسلامی هیچ اختیاری ندارن و جمهوری اسلامی در بین جوانان از کوچکترین مشروعیتی برخوردار نیست. چنانچه با سخنان این هم میهن همراه هستین، در رأی‌گیری بعدی شرکت نکنید. ظریف میگه ما خودمان انتخاب کردیم، جمله خودشو بخونم براتون، که یک طور دیگر زندگی کنیم. از محمد جواد باید پرسید آیا مردم انتخاب کردن خودفروشی کنن؟ انتخاب کردن از فشار زندگی دست به دامان مواد مخدر برای فراموشی بشن، کلیه و اعضای بدنشون رو بفروشن، فرزند و جگرگوشه‌شون رو برای ادامه حیات بفروشن؟ آیا خودکشی یک انتخاب و گزینه آزادانه است؟ آقای ظریف، آیا این نگرش، این نوع نگرش اوج یک بعدیگری و بیشرمی نیست؟ پیشنهاد میکنم مسئولیت و نقش خودمون رو نباید و نمیتوان نادیده بگیره. اجازه بدیم ببینیم ماجرا چگونه آغاز شد و نقش و مسئولیت ما چیست. هممون با همه پرسی خمینی جمهوری اسلامی آریانه 42 سال پیش آشنایی داریم. میدونیم که اکثریت بزرگی از مردم رأی آری دادن. آیا میدونستن به چه رأی میدن؟ میدونستن جمهوری اسلامی یعنی چی؟ چارچوب و ضوابط اونو برای مردم روشن بود.
آیا حق و حقوق مردم و مسئولیت و حکومت شفاف شده بود؟ حتی چنانچه بپذیریم کمدان بودیم، گول خوردیم، اقفال دروغ‌های خمینی در مورد آزادی و دموکراسی اسلامی شدیم. اینا دلایل و بهانه‌هایی که هممون دیدیم و شنیدیم و میاریم. ولی پس از اون که خمینی در مورد وعده‌هایش گفت خدعه کرده، پس از آن که در مورد مجلس مؤسسان پیمان شکنی کرد و گفت آن روز گفتم مجلس مؤسسان، امروز میگویم مجلس خبرگان، پس از آن که گفت بشکنید این قلم‌های مسموم چرندیات نویس را، پس از آن که هزاران تن از بهترین فرزندان میهنمون رو در زندان‌ها اعدام دست جمعی کرد، و بالاخره پس از ده ها فاجعه دیگر، آیا نمی‌بایستی دوزاریمون بیفته که با چه شیادهای دروغگو، فاسد و شالاتانی روبرو هستیم؟ مشکل اینجاست که تایید رژیم یعنی شرکت در رأی‌گیری یک بار و دو بار و سه بار نبوده، بیش از 14 است که مردممون مرتب در رأی‌گیری شرکت کردن. بنابراین سخنان زمخت ظریف خالی از حقیقت نیست. باید عادل باشیم. حقیقت رو نمیتوان پایمال کرد، واقعیت ها رو نباید زیر پا گذاشت. چنانچه با گفته های او همراه نیستید و مخالف هستید، به جای اعتراض در رأی‌گیری بعدی شرکت نکنید و بار دیگه حکومت و سیاست و برنامه هاشو مورد تایید قرار ندید. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. آقای اکبری نظری دادن که این رو بعد از سوالاتی که من اینجا نوشتم میخونم، اگه دوست داشتید در موردش صحبت کنید. شما تو این مقاله امروزتون درباره ظریف به اعتراضات 2 سال گذشته اشاره کردید و شعارهایی که تنفر و انزجار مردم رو از رژیم نشون میداد و به نمایش گذاشته بودن. می نویسید رژیم برای مقابله با این مسئله ترفند جدیدی دارد. این ترفند جدید چیه؟ حتما نکته خوبی رو انتخاب کردید. ببینیم طی 2 سال گذشته اشاره کردیم به تنفر و انزجار. این برداشت منه که فکر کنم همچنین برداشت شما و همیهنانمون، که طی 2 سال گذشته مردم این تنفر و انزجار خودشونو با شعارهاشون نشون دادن. 2 تا از شعارها رو که اینجا نوشتم، یکیش اون اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست، یکی هم نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر. به نظر من این 2 تا شعار خیلی جالب و واضح نشون میده و به نمایش میذاره که مردم چی میگن. رژیم دیوانه و کور نیست و تشخیص داده که اون انزجار و تنفر رو و میبایستی راه برای خودش داشته باشه. من میبینم که برای ردگم کردن و تمرکز از روی ملاهای حاکم برداشتن، برای ادامه کنترل ابزارهای قدرت و ثروت و برای حذف مخالفان درونی حکومت، قصد داره در رأی‌گیری بعدی از ترفند جدیدی استفاده کنه. البته این تازگی نداره ها، طی این دوران هر بار یک ترفند جدیدی داشته، ولی این دفعه واقعا شعبده بازی. ترفند جدید این دفعه علم کردن یک سپاهی برای مقام ریاست جمهوریه. تا به حال همه آخوندها و ملاها و شرکا بودن. حیله و شعبده بازی جدید آخوندها اینه که به مردم بقبولونن این بار به کسی رأی میدهید که نه طرفدار اصلاح طلب و نه طرفدار اصولگراست. برای جا انداختن این ترفند یک سری
مصاحبه و مقاله در رابطه با توانایی های یک رئیس جمهور سپاهی منتشر شده. تو این کمپین ادعا میکنن کاندیدای نظامی در عرض یک سال ایران را از بحران ها نجات میدهد. مشکل این مملکت را با کلمه ای پنج حرفی ت واب ل ی د تولید حل میکند. این شعبده بازی در زمانی انجام میشه که مردم دنبال رهایی از مشکلات روزمره‌اند. آنچه غیر قابل انکاره اینه که سپاه طی 4 دهه گذشته آروم آرام در تمام شؤون مملکت رخنه کرده. افراد و عوامل سپاه در درون قوای سگانه، حکومت، دولت حضور گسترده و پویا دارند. در این رابطه فکر کنم برگی از تاریخ رو ورق بزنیم بد نیست. برگردیم به 100 سال پیش، 99 سال بیشتر، زمانی که میهنمون دچار مشکلات شدید مالی بود مثل امروز، ضعف حکومت در اداره کشور مانند امروز و مردم جان به لبشون رسیده بود، خسته و سرشکسته و دنبال رهایی بودن مانند امروز، مقاله ها و شایعات در کشور گسترش کرد. برای این هم اینو میگفتن توی این مقاله ها نوشته ها، این تو گیوم است، برای رهایی از این آشفتگی و نابسامانی کشور نیازمند به قدرت نظامی است، قدرتی متکی بر ارتش نیرومند. این کار به دست رضاخان سردار سپه میتواند انجام گیرد. این آخر گیوم است. تصور میکنم که اکثر هممیهنانمون با فاجعه دیکتاتوری نظامی رضاخان و برقراری حکومت وحشت و ترور آشنایی دارن که چجوری یک دوران 20 ساله سکوت و اختناق وجود داشت. اینقدر این سکوت و اختناق شدید بود که زمانی که سقوط کرد تمام ایران، همون مردمی که با جون و دل دنبال رهبری قدرتمند نظامی بودن، سراسر کشور چراغونی کردن و جشن گرفت. آیا میخواهیم بار دیگر از دست مار قاشیه به اژدها بنا ببریم؟ بهتره که تاریخ رو تکرار نکنیم. در زمینی که مردمون به خوبی میدونن که سپاه پاسداران پاسدار آخونداست، نگهدار نظامه، حربه در دست حکومت برای سرکوب صدای حق طلبانه آزادی خواهان، روحانیون برای تشویق و ادامه همراه کردن سپاه باج بزرگی به اونا داد. سپاهیان بدون گذراندن دوره‌های تخصصی و آموزشی دانشکده نظامی درجه‌های افسری گرفتند و تعدادی از آنها بدون طی سلسله مراتب به درجه‌های سرداری، سرتیپ و سرلشکر رسیدند. طی 10 سال گذشته بارها در مورد کودتای سپاه صحبت و نظر پردازی شده. این سخنان تا حدی پیش رفت که چند تن از سرداران سپاه تصمیم گرفتن باید پاسخ بدن و ببینید پاسخشون خیلی علنی و جالب. میگه تا زمانی که منافع ما حفظ شود نیاز به کودتا نیست. رژیم هم بر این که منافعشون حفظ بشه نه تنها منافعشون حفظ کرده، بلکه بزرگترین سهم از ثروت‌های ملی، سیستم اقتصاد، درآمدهای مالی و تولیدی کشور رو در اختیار اونا گذاشته. حضور گسترده و دائم سپاه برای رژیم حیاتی و امکان ناپذیر حیاتی و انکار ناپذیره. نیاز دائم رژیم به سرکوب، گسترش سیاست فرقه‌ای، دخالت در کشورهای همسایه، پیشبرد برنامه هسته‌ای و سیستم موشکی،
خواه ناخواه سپاه رو در یک موقعیت استثنایی قرار داده و رژیم چاره ای جز باج دادن و انجام خواسته های سپاه نداره. بنابراین با این مسئله سپاه نیازی به کودتا نداره. وقتی صحبت از انتخاب بین حکومت آخوندی و حکومت سپاهه، من رو به یاد شعر مولانا انداخت: رهی جز کعبه و بتخانه می پویم که می بینم گروهی بتپرست اینجا و مشتی خودپرست آنجا. سپاسگزارم. ممنونم از شما. در قسمت پایانی مقالتون شما در مورد نامه یک نویسنده و حقوقدان به خمینی نوشته اید. اگر لطف کنید و درباره ارزش و اهمیت این نامه برای ما توضیح بدید که در چی بوده و چرا باید مورد توجه باشه، ممنون میشم. سپاسگزارم. پرسش بی‌نظیریه. من واقعا فکر میکنم که این نامه میتونست زندگی ما رو تغییر بده، آگاهی ازش و انجامش. این همیهن نویسنده و حقوقدان در آستانه انقلاب 57 نامه‌ای به خمینی می نویسه. میخوام یه چند خطیش ازت براتون بخونم. این در گیوم است. میگه: جمهوری اسلامی یعنی آنکه حاکمیت متعلق به روحانیون باشد. این برخلاف حقوق ملت ایران است که با فداکاری ها و جانبازی های بسیار در انقلاب مشروطیت به دست آورد، که قوای مملکت ناشی از ملت است. قانون اساسی ما با قبول اصل حاکمیت ملی به بحث ولایت شاه و ولایت فقیه پایان داده است. او در نامه توضیح میده: چند قرن است که غریبان میگویند ملت‌های مشرق زمین لیاقت آزادی و دموکراسی بی قید و شرط را ندارند و همیشه باید در پای علم خودخامی سینه بزنند. همینطور که میدونین که همیهنانمون پشت مرده و زنده سینه میزنند. باید به این یاوه ها در میدان عمل پاسخ داد. آیا نوبت ایران نرسیده 3000 سال حکومت استبدادی در وجود همه ما دیو مستبدی پرورانده است که خواه ناخواه بر قسمتی از اعمال و اندیشه های ما سایه می اندازد؟ چنین است که نه تنها توده مردم ما نیازمند تربیت و آموزشی تازه اند، بلکه هر یک از ما نیز نیازمند چنین پرورشی هستیم. اگر این کار صورت نگیرد، چیزی در عمل تغییر نمی‌یابد. یعنی میگه بدون آگاهی کاری به انجام نمیشه. تعجب جای تفکر را میگیرد. مردم به جای تقویت استعدادهای نهفته خود متوجه تقویت رهبران خواهند شد. میدونین که همیهنانمون مرتب صحبت از رهبری میکنن. چیزی که بلمال آنان را زبون و خطر پذیر می سازد. بعد می نویسه: مشکل هنگامی آغاز شد که برخی از طرفداران مسئله جمهوری اسلامی را به عنوان خواست کلیه مردم این مملکت مطرح کردند. من به عنوان نویسنده و حقوقدان با جمهوری اسلامی مخالفم. سالهاست به این نتیجه رسیدم که راه رهایی بشر پیوند دو اندیشه است: دموکراسی و سوسیالیسم، که هر دو ظاهراً از غرب آمده اند، اما در واقع همه ملت‌ها و همه فرهنگ‌ها در تکوین آن دو سهم داشتند. پیوند سوسیالیسم و دموکراسی کار آسانی نیست و رسالت آن به عهده همه اندیشمندان و همه ملت‌هاست. مصطفی رحیمی. این همیهن آگاه و شجاع و باشهامت به درستی مرض رو تشخیص داده: ولایت شاه، ولایت فقیه. راه علاج رو نیز در حاکمیت ملی یعنی
حکومت مردم میدونه. پیشنهادش برای میهنمون پیوند دموکراسی و سوسیالیست واقعا باورم اینه. چنانچه این مت مورد بحث و گفته و قرار میگیره، منظورم در آستانه انقلابه، آیا زندگی ما طی 42 سال پیش این گونه بود یا چگونه بود؟ ما در اندیشکده آگاهی و شناخت با ولایت فقیه و ولایت شاه همراه نیستیم و اونو مغایر حاکمیت ملی و مخالف منافع جمعی و ملی میدونیم. اندیشکده با تکیه به ارزش و آبروی انسان بر این باوره که همه چیز باید برای مردم و در خدمت مردم باشه و دستیابی به چنین هدف مقدس تنها با پیوند اخلاقی دموکراسی و سوسیالیسم امکان پذیره. از این رو هدف اندیشکده برپایی مردم سالار ملی ایرانی است. سپاسگزارم. ممنونم از شما. یکی از دوستان از آلمان آقای اکبری و آقای خورسندی هم از کانادا. آقای اکبری می نویسه که آقای لادن، ملت گرسنه‌اند و در بیشتر حوزه ها برنج و روغن می دهند. سیر کردن شکم گشنه در مرحله اول قرار دارد. آقای مانی خورسندی هم میگن که مردم برای از دست ندادن شغل و درآمد نرفت و نرفتن به زندان حماقت و ترس میرون رأی میدهند، چرا که زور و اسلحه و تعصب و نادانی مردم پشت گردنشان است. من خودم الان دیگه شخصا باور ندارم، چون حتی اون شایعاتی که میگفتن از کسی رأی نده سر کار یا این چیزها دیگه الان سالهاست که معلوم شد که درست نیست. شما نظرتون در این مورد که برنج و روغن میدن چیه و همینجور آقای خورسندی که گفته مردم از ترس شغل و اینا میرن؟ ببینین، گفته جناب اکبری و جناب خورسندی کاملا منطقی و میتونه قابل پذیرش باشه. اگه به کل مسئله، یعنی به صورت بهش میگن big picture، اون تصویر بزرگ بهش نگاه کنیم، میبینیم که داریم در این مورد صحبت میکنیم که و آیا رأی دادن انتخاب بین کار کردن و کار نکردن، خوردن و نخوردن یا نه. ما چون خارج از ایران هستیم، من شخصا به خودم هیچ وقت اجازه ندادم و نمیدم که برای مردم نسخه بنویسم و بخوام تعیین تکلیف کنم، ولی فقط و فقط بیان، چون سرمایه گذاری من که خارج از کشور هستم حرفه، سرمایه گذاری اونا خیلی بزرگتر و عظیمتر، ولی من در ضمن ادعا میکنم که امتحان خودم رو پس دادم. من در انقلاب شرکت کردم و همه چی ما از دست دادم و مدت‌ها توی خط اعدام بودم، زمانی که همسرم حامله بود و یه دونه پسر 6 ساله داشتم. ولی منظورم جست و تو سینه زدن نیست، یعنی میگم که حرفمو قبلا نشون دادم که چقدر باورمند هستم. بنابراین من فکر میکنم که نمیتونن، اگر فرض کنین 10 میلیون ایرانی رای نده، 20 میلیون ایرانی رای نده، اینا رو میخوان دستگیر کنن و زندانی کنن. آیا چنین زندانی وجود داره غیر از اینکه دور ایران رو بخواین دیوار بکشین که کشیدن؟ من فکر کنم یک بار چی بود اون مسئله، چیه میگه فقان یک بار، مرگ یک بار، مرگ یه بار، شیون یه بار، شیون یه بار، این یه واقعیت. بعد برای نجات خودمون و خانوادمون و آیندمون باید حرکت کنیم، باید یه چیزیه. ببینین، شرکت نکردن در انتخابات خیلی کم خطرتر از رفتن تو خیابون و فریاد زدن و اعتراض کردنه. از خونت بیرون نیا. اگر هیچ کس اون روز، من هیچ کس که وجود نداره، ولی اگر اکثریت از منزلشون اون روز بیرون نیان، ببینیم دولت چه غلطی میتونه بکنه.
بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. اگر سوالی داشته باشید از آقای لادن، با این اطلاعاتی که من در حین برنامه نشون دادم الانم میبینید روی صفحه تلویزیون و کامپیوترتون، میتونید با ایشون و دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت در تماس باشید. من به نوبه خودم ممنونم از آقای لادن، حتی در برنامه قبلی خودم به نوعی تشکر کردم، چیزهای زیادی از ایشون یاد گرفتم. آقای لادن خیلی ممنون که با ما بودید، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم جناب صحابی، لطف دارین که میگین از من آموختین، منم از شما و همیهنانم هم هر روز میآموزم. برای همه آخر هفته شادی رو آرزو دارم. با امید دیدار، خیلی ممنون. دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم. آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 303 از ایران، درباره بهائیت ایشون صحبت میکنه، آموزه های بهائی و بررسی و نقد کتاب خلیل شهیدی. و این برنامه ها خیلی زود روی یوتیوب قرار میگیره و شما میتونید در تمام ساعات شبانه روز نگاه کنید، هر جایی که هستید، با هر وسیله‌ای، حتی این تلفن‌های معمولی دیگه، اینا دیگه نمیشه بگیم اسمارت فون، چون خیلی از اینا اسمارت تر آمده. و ممنونم که با ما بودید. اگر برنامه ها رو میپسندید، این تلویزیون و برنامه سوربی با مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.